بچه ها سلام 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 به 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 سلام 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 جعفرزاده جنگی به به مهدویان فر قلیپور پاکزاد من خوبم، شما خوبی؟ حالتون خوبه؟ چه خبرها؟ سفید میاد چکرم قربونت. خوبین بچه ها؟ از چت هم خوستی کن چون میخوام سوال بپرسم ازشون. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر خوبه. ببین انگار همایشمون یه روز بود دیگه، خب این هفته دیگه تموم میشه دیگه. آقا این هفته رو واقعا تا جایی که میتونی بخون. سلام خانم غلامی، دلارام غلامی، خانم کریمی، به به. آقا این یه هفته خیلی مهمه دیگه. این یه هفته رو واقعا هر چی بخونی رفتی زدی. تو مثلا شیمی مثلا دو ماه پیش اسید باز میخونی تو الان 100 درصد یادت میرفته دیگه، اما این هفته هر چی بخونی 100 درصد تو کنکور زدی واقعا تا جایی که ببین اگه کم بخوابی بیشتر بخونی نمیمیری. کسی تا حالا از کم خوابی نمرده؟ آقا سالی کسی مرده؟ از کم خوابی چند نفر مرده؟ آقا واقعا کسی از کم خوابی نمیمیره واقعا تا جایی که میتونی بخونی. هفته یه هفته هر چی بخونی میری میزنی. ریاضی چش، چند سوال میخوام ازتون بپرسم، چند چیزام بهتون بگم، بریم درس شروع کنیم. خوندن بهترین، الان آزمون دادن خیلی خوبه. آزمون بدی جایی که مشکل داری برگردی جزوه دوباره نگاه کنی. این خیلی کار خوبیه. آره تورق و سریع هم خوبه، آزمون هم خوبه. هر روزی آزمون بزن، تحلیل کن، جایی که مشکل داشتی برو از اون کتاب بخون. این کارو بکنی خیلی جوابه. آقا ما همایشمون یه روز بود دیگه. همایشو کردیم دو روز. گوش کن. اول چند نکته بهت بگم بعد بریم سراغ درس. اول بگم هدف من چی بود، گوش کن. اول بگم آقا سالین در میبندی؟ رفت. چکرم قربونه. آقا اول هدفمون از همایش چی بود؟ گوش کن. هدفمون از همایش چی بود؟ بیام یک دونه آزمون پیشبینی حل کنیم. آزمون پیشبینی حل کنیم تو یک روز. درسته؟ پس اول هدفمون این بود. آقا اول هیچ سوالی نپرس، چشم. من جواب میدم به همه سوالات. هیچ سوالی نپرس، من توضیح بدم. آقا یه دونه همایش پیش یه دونه آزمون پیشبینی می‌خواستیم حل کنیم تو یک روز. دیگه هر چند درصدش میومد. درسته؟ بعد اومدیم بهش چیکار کردیم؟ یه آزمون و دو تا آزمون دیگه بهش اضافه کردیم. جلسه قبلی دو تا آزمون حل کردیم، این جلسه هم یه آزمون دیگه حل کردیم. یعنی شد سه تا آزمون. یعنی اول می‌خواستیم فقط یه دونه آزمون حل کنیم. پس دو تا آزمون هم حل کردیم و تحلیل کردیم با هم دیگه. که امروز میشه انگار سومیش. دو تا قبل با یک دونه امروز میشه سه تا. به غیر از این دارم چیکار میکنم؟ دو تا آزمون دیگه هم طرح میکنم این هفته وسط میذارم. یکیشو سه شنبه بزن، یکیشو چهارشنبه بزن. این دو تا 35 تا هم برای خودت بزن تحلیل کن، برات میذارم با پاسخ هم دقیقاً مثل کنکور. پس هدفمون اول یه دونه آزمون بود. دو تا آزمون دیگه هم اضافه کردیم، تحلیل کردیم. دو تا آزمون آفلاین هم بهت میدم، برو نگاه کن، تحلیل کن. این از این. پس ما الان 5 تا آزمون پیش بینی داریم. این از این. آقا پس اول یه دونه آزمون پیش بینی بود، دیگه بهش چی اضافه کردیم؟ آقا تدریس هم بهش اضافه کردم. چرا؟ چون گفتم بعضی بچه‌ها که میان همایش آزمون پیش بینی به دردشون نمیخوره. امروز آزمون پیش بینی به دردشون نمیخوره. باید قبلش تدریس داشته باشن دیگه. آقا محلول رو تدریس کردیم، اسید و باز رو تدریس کردیم، الکترو رو تدریس کردیم، ترمو رو تدریس کردیم، سرعت رو تدریس کردیم، تعادل رو تدریس کردیم، جدول رو تدریس کردیم، یونی رو تدریس کردیم، یک دهم رو تدریس کردیم و دیگه تا جایی که میتونستیم تدریس کردیم. این از این. پس اینا رو هم بهش اضافه کردیم. اینا رو هم بهش اضافه کردیم. باز دیدیم نه کمه. پس اول یه دونه آزمون پیشبینی بود، دو تا دیگه بهش اضافه کردیم، باز دوباره دو تا دیگه بهش اضافه کردیم. دوباره بهش تدریس هم اضافه کردیم. جدا از این اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم نکته تست اضافه کردیم. آقا مثلا نکته تست دیروز رو دیدی؟ شیمی عالی خیلی مبحث سنگینیه. 20% تا 25% سوالای کنکوره. دیروز یک ساعت و نیمشو گذاشتم، امروز هم یک ساعت و نیم میذارم. میشه 3 ساعت. آقا نکته تست هم گذاشتم. طبق برنامه ادامه نکته تست‌ها رو واسهتون میذارم کامل ببینی. درسته؟ پس اینا رو میذارم کامل کامل ببینی. فصل‌های دیگه رو واسهت میذارم. بعد دیگه میخوام چیکار کنم؟ تحلیل کنکور. 98 و 99 ریاضی و تجربی برات میذارم. تا امروز همایش داشتیم واقعا سرم شلوغ بود. همین جزوه همایش نوشتن تحلیل کردنش خیلی سخته. پس اینم برات میذارم.
نکته بعدی، اگر بری پاسخنامه همایش رو ببینی، تمامی مفاهیم و حفظیات هم تو جزوه همایش وسط گذاشتم. یعنی همه این کارا رو کردم. اول هدف ما یه دونه آزمون بود، دو تا آزمون دیگه اضافه کردیم، دو تا آفلاین اضافه کردیم، آقا تحلیل بهش اضافه کردیم، تدریس بهش اضافه کردیم، نکته تست بهش اضافه کردیم، پاسخنامه همایش رو براتون کامل اضافه کردیم، همه این کارا رو وسط کردیم دیگه، درسته؟ خیلی خوب. بعد اگه بخوام فصل‌ها رو بگم در چه وضعی هستیم، گوش کن. کلاً 10 تا فصل داره. فصل 1 2 3. آقا فصل 1 تدریس رو کامل گذاشتم. 2 چند تا قسمت داره؟ یه قسمت استو داره، تدریس رو گذاشتم. یه قسمت لوئیس داره، تدریس رو گذاشتم. یه قسمت حفظیات داره، تو جزوه همایش حفظیاتش هم گذاشتم. فصل 3 2 تا قسمت داره. یه قسمت محلوله، یه قسمت حفظیاته. یعنی ما محلول کامل درس دادیم، حفظیاتم تو پاسخنامه درس دادیم. بریم سراغ 11. 11 یه 1 یه 2 یه 3. آقا فصل 1 چی داره؟ استو داره، درس دادیم. جدول داره، درس دادی. حفظیات داره، درس دادی. یه قسمت هم شیمیالی داره، تو نکته تست شیمیالی که دیروز وسط گذاشیم اینم درس دادی. فصل 2 سینتیک داره و گرما. آقا اینم دوتا هم کامل درس دادیم. فصل 3 شیمیالیه که تو نکته تست شیمیالی داریم کامل درس میدیم. یعنی ببین، یا دهم یازدهم دوازدهم همه رو درس دادیم، تحلیل هم کردیم، آزمون پیشبینی هم گذاشیم، نکته تست هم گذاشتیم. ببین اگه واقعا زیر 50 بزنی، واقعا دیگه ذریب پوشید باید بری شک کنی. چشم. شیمی 1400 ریاضیش تحلیل میکنم؟ آره تحلیل میکنم واسه تون. آقا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ریاضی 90، ریاضی 1400 و تجربه 1400، شیمیاشون هیچ ربطی به هم دیگه نداره، اما تحلیل میکنم. امروز هم یه دونه آزمون خیلی باحال واسه تون حل میکنم. یه دونه آزمون واسه تون حل میکنم. امروز تا چند هستیم؟ تا 3 و 4، چون 4 باز همایش دیگه داریم. حجم فیلم ها به خود از این دیگه کمتر نمیشه، از این کمتر کنم دیگه هیچ دیده نمیشه دیگه. آقا چقدر بود؟ 100 مگی بوده. 100 مگی یک دونه بری اینستا برگردی، 100 مگی تمومه. به نظرم اول شیمی بزن. به نظرم حالا درسته اول زمینه بر ریاضی، بر زیست، بر فیزیک، بر شیمی، برو اول درس نقطه قوتته بزن. مطمئنم تو همتون شیمیه، مطمئنم تو اختصاصی مطمئنم شیمی اصلا بیشتر میتونین بزنین دیگه. یعنی شک ندارم چه دانش شما قوی قوی باشین، چه ضعیف ضعیف باشین، مطمئنم شیمیتون اصلا قوی تر. خیلی زمین چی؟ در زمین در حد مثلا 20% بزنی خوبه. مطمئن باشید الان شیمی در همه درسات قوی تره. آقا من این مطمئنم، همه تون هم اینجوری مطمئنم. خیلی خوب. آقا بریم سراغ آزمون. گوش کن، سال اول چی گفته؟ شانسی بزنیم زمین رو میارم اون پا... آقا چی شانسی بزنیم؟ اگه میشه شانسی بزنیم، آقا شانسی که دیگه هندیه دیگه، شانسی که نزنین، اما بزنین اگه بلدین بزنین. آقا زمین میدونی برای چی خوبه؟ من زمین دیروز کلیپش هم گذاشتم اون وایسر رو. من یه شاگرد داشتم رتبهش زیر گروه 1، یعنی پزشکی دارم، پزشکی داروسا، پزشکی دارم، پزشکی شده بود 2500. یعنی نه پزشکی می آورد نه دارم پزشکی می آورد. زیر گروه 1 زمین ضریبش 0، یعنی زمینش تاثیر نداشت. زیر گروه 2 اصلا میری اینطور خود این درم ببند. زیر گروه 2 که دارو سازی زمین تاثیر داره، زمین 20% زده بود، رتبه شده بود 2000. بعد دارو قبول شده بود، یعنی خیلی نجاتش داد. پزشکی دندون قبول نمیشد اما به خاطر زمینش دارو قبول شد. آقا وقت زیاد ازت وقتی نمیبره. بعد یه نکته دیگه گوش کن. به نظر من جای شما بودم، اگه درس ها رو لب مرزی اینا رو داروسازی خیلی تمرکز میکردم. چرا؟ زیر گروه 3 دیگه رشته چرت و پرته. آقا زیر گروه 1 داریم میشه پزشکی و دندان. خب تو زیر گروه 1 زیست ضریبش 4، شیمی 3، ریاضی 2، فیزیک هم 2. خب زمین 0، اما زیر گروه 2 که داروه زمین ضریب داره، ضریبش میگم 1 یا 2 نمیدونم. بعد زیست ضریبش 4، یه نکته خیلی باحال که داره، شیمی هم ضریبش 4،
ریاضی هم میشه ضریب 3. یعنی گوش کن، یک نفر است آقا شیمیش خوبه، زمین هم میتونه بزنه. گوش کن، شیمیش خوبه، زمین هم میتونه بزنه. آقا احتمالی که زیر گروه دو قبول بشه بهتره. ببین اینجا زمین اصلا تاثیر نداره، اینجا شیمی ضریب 3ه. اما زیر گروه دو که داروه، تو زمین بزنی که خیلی راحت 20% احتمال قبولیت زیاد میشه. شیمی هم به جای که ضریبش 3 باشه ضریبش 4ه، مثل زیسته، خیلی تاثیر داره. یعنی دارو راحت میتونی بهتر میتونی قبولشی، خیلی خوبه. فرنگی هم فکرم زیرگوش 3 یا 4 باشه. درصد واسه پزشکی هر سال فرق میکنه دیگه. آقا مثلا پارسال کسی 45% میزد شیمی شد رتبهش زیر 1000 بود، کنکور 98 کسی 80 میزد رتبهش بالای 2000 بود. این از این. پس ما هم یه فرق داره. من فقط گفتم که یه نیم نگاهی به زمین داشت، اگه شیمیتون خوبه یه نیم نگاهی هم به زمین داشته باشی. واسه دارو فیزیک چند درصد خوبه؟ 40 بزنی 45 خوبه دیگه. 1400 شیمی چه جوری واقعا نمیشه پیش بینی کرد، واقعا نمیشه پیش بینی کرد. ساعت سوالا رو واقعا، اما یه چیزی بین 98 و 99، در حد 99 بگیریم، در حد 99 بگیریم بهتر، ضبط هم میشه. خیلی خب گوش کن، آقا سوال اول چی گفته؟ گفته کدام در مورد نخستین عنصر ساخت بشر، نخستین عنصری که بشر ساخت چی بود؟ تکنسیوم بود. اینو من درستش کنم. آقا تکنسیوم بود. تکنسیوم، همه تکنسیوم که در طبیعت واسه زمین پیش بینی میکنن کدوم فصل بیشتر، همه فصل رو بخونید. آره. آقا سالی چت هم ببن. خیلی گفته تکنسیوم، ببین همه تکنسیوم که وجود داره به طور مصنوعی ساخته میشه و با استفاده از واکنش‌های هسته‌ای. خب این کاملا درسته، خط کتابه. چون ماندگاریش کمه نمیتونی مقدار زیادش رو تهیه کنی و مدت طولانی نگهداری کنی. اینم کاملا درسته. آقا درسته نوترون و پروتونش از 1.5 بیشتره. ما خونده بودیم یه قاعده داشتیم میگه نوترون به پروتون اگر از 1.5 بیشتر مساوی باشه میشه ناپایدار. این درسته نوترون و پروتونش از 1.5 بیشتره، اما رادیو ایزوتوپ نیست، ناپایدار نیست، پایداره. گفتن همانند گلوکوز نشاندار در تصویر برداری پزشکی و تشخیص بیماری به کار میره. خب این کاملا درسته. بعد بچه هم گرن آقا ما اینو یادمون رفته از کجا بخونیم؟ بیا تکنسیوم تمام کارش اینجا نوشته، نخستین عنصر ساخت بشره، در تصویر برداری پزشکی به کار میره، یونهای حاوی این عنصر، نه خود این عنصر، با یود اندازه مشابهی دارن، همش به طور مصنوعی ساخته میشه. ببین همین خطی کتاب من وسط آوردم دیگه، اینو بخونی یعنی کتابم بگه توش هست، کلا 100 صفحه است. رادیو ایزوتوپا بسیار خطرناکن دیگه، همه چی وسط میشه. اورانیوم وسط آوردم که اینجا بخونی کامل نکاتشو. بریم سوال بعدی. ببین آقا من به چی گفتم؟ گفتم دو عنصر داری، اختلاف شماره نوترون و الکترون. تو همایش قبلی گفتم چی رو حساب کنی میشه. آقا سالی این چرا پارکتش اینجوریه؟ اینو بکنم یا نه؟ خب چرا من پام همش گیر میکنه به اینجا؟ آره میخورم زمین از آخر. آره خیلی خوب، میشه عدد جرمی یعنی 119 منهای تفاوت همون اختلاف به علاوه بار که میشه منفی دو تقسیم بر دو میشه 49. آقا عدد اتمی 49ه. چه زمانی ایزوتوپه؟ زمانی که عدد اتمیشون یکسان باشه. آقا فقط با دی عدد اتمیش یکسانه، پس میشه گزینه چند؟ 1. این از این، این از سال 2. آقا ایزوتوپا تمام چیاشو نوشته، تعداد پروتوناشون یکسانه، عدد اتمی یکسانه، الکترونها یکسانه، خواص شیمیایی یکسانه، موقعیت در جدول یکسانه، آرایششون هم یکسانه. تفاوت‌ها رو هم نوشته. ایزوتوپای پرتوزا ناپایدارن، نسبت نوترون به پروتونشون از 1.5 بیشتره. دیگه تمام چیزا رو وسط نوشته. ایزوتوپای هیدروژن هم وسط آوردن، با اینکه ربطی به این سوال نداشته، اما جنبندی جنبندی خوبیه. کل فصل یکی دارم تو همین نمودارا هست. همه چی رو وسط آوردم. بریم سراغ سوال بعدی. تکنسیوم. گفته چه تعداد از مواردی درست؟ تکنسیوم عنصری است که اندازه مشابهی با یون یودید دارد. غلطه این. اندازه آقا تکنسیوم که با یود اندازه مشابهی ندارد، یونی که حاوی تکنسیوم با یود اندازه مشابهی دارد، پس این غلط. همش توسط واکنش‌های هسته‌ای ساخته میشه. اینجا گفته چی؟ بخش کوچکی، پس این غلطه. گل زمان ماندگاریش کمه، پس نگهداری طولانی مدتش ممکن امکان پذیر نیست. برای نخستین بارم در راکتورهای هسته‌ای ساخته شده. خب دو گزینه‌اش کامل درسته.
بریم سال بعدی. سال بعدی چی گفته؟ آقا گوش کن. آقا اول درسنامه اینجا گذاشتم وسط. نیمه عمر چیه؟ مدت زمانی که طول میکشه یک ماده نصف بشه بهش میگن نیمه عمر. مثلا توی پیتزا رو میدی تو 2 ساعت نصفشو میخوری، میگن نیمه عمر پیتزا 2 ساعته. مثلا یه چیزی رو میدی مثلا تو 3 ساعت میخوری، میگن نیمه عمرش 3 ساعته. درسته؟ این از این. مثلا نگاه کن، مثلا تو ماده اولیه چند گرمه؟ ببین 3 تا سوال داره، سوالات معلوم، یعنی مشخص میکنه چقدر ازش داری. مثلا 120 گرمه. آقا نیمه عمرش 4 ساعته، یعنی هر 4 ساعت این نصف میشه. اول 120ه، 4 ساعت بعد میشه 60 تا، 4 ساعت بعد میشه 30 تا. خب بعد چجوری از سوال میپرسه؟ میگه بعد از گذشته دو نیمه عمر چقدر از آن باقی میموند؟ آقا 30 تا. میگه چقدر از آن مصرف میشود؟ آقا مصرفی میشه اولیه، اولیه منهای باقی مانه. 120 منهای 30 میشه چقدر؟ 90. بهش میگن مصرفی، واپاشی یا هر چیز دیگه ای. اگر سوالاتت مجهول باشه به نمیگه چقدر ازش داری. نرسته؟ مثلا میگه جرمش مجهوله. آقا اگر اول ام باشه پس از گذشت یک نیمه عمر میشه ام دوم، یه نیمه عمر دیگه بگذره میشه ام چهارم، بعد میشه ام هشتم، بعد میشه ام شونزم، بعد میشه چقدر؟ ام سی و دوم. هی نصف میشه. از سوال میپرس سوال میپرسه بعد از گذشت دو نیمه عمر، یعنی این و این، چقدر باقی میماند؟ این میپرسن چقدر مصرف میشود؟ میشه اولیه منهای باقی مانده، ام منهای ام چهارم، میشه چقدر؟ میشه 3 ام چهارم. این هستی. بعضی سوال هست پس این مجهول بود، یا معلومه یا مجهوله یا تیپ سوم. آقا چیه؟ آقا چیه؟ درصدیه. یعنی چی؟ آقا وقتی درصد ازت میخواد تو دیگه به جرم ماده نگاه نمی کنی، اصلا واسه ما مهم نیست. چجوری حساب میکنیم؟ اول 100 درصده، یه نیمه عمر بگذاره میشه چقدر؟ 50 درصد ازش میمونه. یه نیمه عمر بگذاره 25 درصد میمونه. یه نیمه عمر بگذاره 12.5 درصد میمونه. یه نیمه عمر بگونه 6.25 درصد میمونه. یه نیمه عمر دیگه بگذاره 3.5 اینقدر میمونه. آقا چقدر ازش مصرف میشه؟ آقا میگه بعد از گذشت یک نیمه عمر چقدر از آن باقی میموند؟ 50 درصد. چقدر مصرف میشود؟ مصرفی میشه 50 درصد. بعد از گذشت دو نیمه عمر چقدر باقی میموند؟ 25 درصد. چقدر مصرف میشه؟ 75 درصد. بعد از گذشت 3 نیمه عمر چقدر باقی میموند؟ 12.5 درصد. چقدر مصرف میشود؟ 87.5 درصد. خیلی خوب، این از این کل نیمه عمر. آقا قانون انشتین داریم دیگه، این مساوی MC دو، این انرژی بر حسب ژول، این ام جرمه، همون جرم گم شده. قضیه جرم گم شده میدونی این چی بوده؟ انشتین اومده چیکار کرده؟ اومده یک سدیم اومده انتخاب کرد. مثال اومد گذاشت ترازو این سدیم ها. آقا ما همه میدونیم جرم سدیم 23 AMU درسته؟ اما وقتی انشتین اومده گذاشت رو ترازو دیدیم 23 نیست، 22.5 AMU. باید 23 تا میبود دیگه، اما چقدر شد؟ 22.5. آقا پس 23 تا باید میبود، 22.5 تا موند، یعنی نیم تا AAU گم شده بود. به این میگن جرم گم شده. بعد که اومد چند تا آزمایش انجام داد به این نتیجه رسید که این جرمه میره به انرژی تبدیل میشه، بهش میگن انرژی بستگی هسته. تو هسته خوندی این همتون دیگه، انرژی بستگی هسته. پس از روی جرم میتونم به انرژی به دست بیارم، پس میشه همون جرم گم شده، جرم مصرفی. درسته؟ جرم چی؟ مصرفی یا جرم گم شده. سی دو هم هر موقع دیدی این عدد ثابته، به جای سی دو بذار 9 ضرب در 10 به توان 16. پس سی دو میشه چقدر؟ 9 ضرب در 10 به توان 16. حالا یه دونه سوال بریم حل کنیم. اینجا چی گفته؟ سوال گفته نیمه عمر عنصری 8 ساعت، یعنی هر 8 ساعت نصف میشه. اگر 184 گرم داشته باشیم، این تیپ یک، یعنی تیپ معلومه. آقا پس 184 گرم ازش داریم، هر 8 ساعت نصف میشه. گفته بعد از گذشت یک شبانه روز. آقا یک شبانه روز 24 ساعته، تو 24 ساعت چند تا 8 ساعت داریم؟ 3 تا 8 ساعت داریم.
پس سه تا نیمه عمر باید بریم جلو. اول 184 گرمه، یه 8 ساعت بگذره میشه 92 تا، یه 8 ساعت دیگه بگذره میشه 46 تا، یه 8 ساعت دیگه بگذره میشه 23 تا. خب 24 ساعت رفتم، 3 تا 8 میشه چقدر؟ 24. خب چقدر ازش مصرف شده بود؟ میشه 184 منهای 23، میشه 161 گرم. بخوام به کیلوگرم تبدیل کنم میمیسم 161 ضرب در 10 به توان منفی 3 کیلوگرم. آقا تو وقتی میخوای ای مساوی ام سی دو رو حساب کنی، تو باید از تو نیمه عمر جرم مصرفی رو به دست بیاری. پس مصرفی واسه همون مهمه، نه باقی مانده. اینو میذارم اینجا. سیدوم چقدره؟ 9 ضرب در 10 به توان 16. واسه صدای من میاد؟ برو بالا. صدام میاد دیگه. آره خوک، حواست باشه اون قطع نشه باز، چون چتم بسته. خیلی خوب، میشه 1.449 ضرب در 10 به توان 10، جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. پس این نیمه و قانون انیشتن بود دیگه، تیپاش هم بهت گفتم کامل. آقا چت رو باز کن. این سال فصل یکی دهممون. آقا اوکی از فصل یکی دهم؟ خیلی خوب، خدا رو شکر. همیشه با جرم مصرفی رو بذاری. آره این نیمه اون و ترکیبش با قانون انیشتن اگه بخواد بیاد دیگه، اینجوری میاد دیگه. گرفتی؟ هم نیمه اون گفتی هم قانون انیشتن. امین میتواد همین دوباره ویدیو رو نگاه کن، ایشالله که بیاد، ایشالله. اگه بیاد سوال خیلی جور، سوال سخته دیگه. خیلی آقا سن چطور بمن بریم سراغ برقش. رابطه انیشتن که بهت گفتم، سی میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 که سی 2 میشه 9 ضرب در 10 به توان 16. همیشه عدد ثابت سرعت نور خلایی، درسته؟ ای هم که گفتیم، ام هم که گفتیم، نیمه عمر هم که بهت گفتیم. از این فرمولا استفاده نکن. خلاصه فصله که دهم، اینم تصویر برداری فضاپیما، عناصر زمین و مشتری، اینا همه رو وسط گذاشتم. اگه میخوای مرور کنی بیا از اون جزوه مرور کن دیگه، کامل همه چی وسط گذاشتم، هر چی بوده نکات مهم بوده به صورت طبقه بندی شده وسط گذاشتم. الکترون و اتمی و تبدیلا و نور و که اینا که همه رو هم که بررسی کردیم دوباره وسط گذاشتم و جلسه قبلی، رنگ شعله و انواع طیف و تبدیل بور و مدل کوانتومی اتم و این طیفا که با هم که جلسه قبلی بررسی کردیم و یعنی کل نکات رو وسط گذاشتم. حد اکثر و آرش الکترونی که جلسه قبلی گفتیم و اس و دسته ها و پی و دی و اف و اینا همه رو گفتیم. بریم سراغ اینم که لایه ظرفیت آرایش الکترونی، اگه میخوای مرور کنی بیا از روی این مرور کن. اینجا دیگه کامل وسط همه چی گذاشتم، دسته ها، همه چی، این چیزا رو بهتون گفتم تو ویدیو، کامل همه چی ترس داده شده. خب چی گفته؟ گفته فشار هر گاز، اون خلاصه فصلای دیگه، برای کسی که میخواد مرور بکنه، از رو کتاب نمیخواد مرور کنه، میتونی بری از اونجا، از اونجا مرور کنه. گفته فشار هر گاز ناشی از برخورد مولکول‌ها با دیواره ظرفه. خب درسته. گفته گاز آرگون بعد از نیتروژن و اکسیژن سومین جزء هواکور است، نه هیدروژن و اکسیژن. منابع هلیوم گفته در هواکور سرشارتره، در منابع زمینی سرشارتره، این غلطه. گفته آرگون گازی بیرنگ بیبو و غیر سمیه، نه سمی. از موارد کاربرد هلیوم میتوان به پر کردن بالونهای هواشناسی، استفاده در جوشکاری و نگهداری نمونه های بیولوژیکی. آقا نگهداری نمونه کاربرد N2 نه هلیوم، پس این غلطه. خیلی خوب دیگه اینجا کاربرد رو مثلا نوشتم، نیتروژن رو نوشتم، میتونی بیا ازش مرور کنی نکاتشو. آرگون رو وسط نوشتم، هلیوم هم وسط آوردم، اکسیژن هم آوردم. اینا رو بخونید دیگه، تمام کاربرد گازها رو بلدی. بریم سال سراغ سال 6. آقا اینا جلسه قبلی ازش تست انگار مالا توضیح دادم و تست ازش حل کردم، دوباره ازش میخوام حل کنم. گفته در صنعت گازهای درون هواکره از تخریب جزء به جزء به وجود میاد، هر چی دمای جوش پایین‌تر باشه زودتر جدا میشه. مرحله یک هوا را از صافی عبور میدن، گرد و غبار جدا میشه، دما را تا صفر کم میکنن، درسته؟ رطوبت هوا به صورت یخ جدا میشه، دما را تا منفی 70 80 درجه کم میکنن، گاز کربن دی اکسید به صورت جامد جدا میشه، دما را تا منفی 200 درجه کم میکنن، مخلوط بسیار سرد چند مایع به وجود به نام هوای مایع به وجود میاد، بعد تخریب جزء به جزء میکنن، نقطه جوش O2 از آرگون و N2 بیشتره و اگر بخوام جدا شدن اول N2 جدا میشه، بعد آرگون، بعد O2، درسته؟ چون دماجوشش پایین تره راحت تر جدا میشه.
گفته هوای مایه را هوای مایه را با دمای منفی 200 درجه را برای جداسازی اجزای آن وارد برج ترطیل میکنن. خب درسته، اولین گازی که جدا میشه چیه؟ بیشترین جزء هواکار N2. درسته، در هوای مایه تمایل اکسیژن برای تبدیل شدن به گاز بیشتر از آرگون، نه آرگون بیشتره. در فرآیند تقطیر جزء به جزء هرچه نقطه جوششون به هم دیگه نزدیکتر باشه جداسازیشون جزئی‌تره. خب جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 3. پس این گزینه کامل درسته. آقا اینجا موازنه کردیم، موازنه بکنی این واکنشش، واکنشش اکسایش FeOH2 فصل الکتروشیمی. 4 تا FeOH2 O2 2 تا H2 میشه 4 تا FeOH3. واکنش پایین هم موازنه کنم به این ضریب 1 میدم، 2 تا آلومینیوم 2 تا آلومینیوم، 3 تا SO4 3 تا SO4، 6 تاش اینجا 6 تاش اینجا میشه 12 تا، پس اینجا هم 6 میذارم. خب حالا چی گفته؟ گزینه اولش گفته برای تشکیل 1070 گرم رسوب FeOH2 یعنی واکنش اول اینقدر مولکول آب نیاز است. آقا میرم سگان برقرار میکنم، واکنش رو نوشتم، گفته برای 1070 گرم FeOH3 چقدر مولکول آب نیازه؟ خب اینجا چی میفته پایین؟ گرم، جرم مولیش چقدره؟ 107 ضرب در ضریب. دیگه ویدیو استو رو باید دیده باشید دیگه، الان باید بفهمید من دارم چیکار میکنم. درسته؟ اینو کم زومتر میکنم، اینجا مولکول میفته پایین. وقتی مولکول میفته پایین باید پشتش ضریب بذارم ضرب در Na. آقا ضریبش چقدره؟ 2. Na چقدره؟ اینقدر. چقدر مولکول آب میشه؟ میشه 3·1 ضرب در 10 به توان 24. پس این گزینه‌مون کاملا غلطه. واکنش یک از نوع اکسایش کاهشه. از کجا میفهمم اکسایش کاهشه؟ اگر یک عنصر تنها دیدی 100% اکسایش کاهش هست. من اودای تنها رو دارم میبینم، کنار هیچ ماده‌ای نیومده، پس 100% اکسایش کاهش هست. گفته واکنش دو از نوع خنسا شدن اسید و بازه. خب یک اسید با یک بازه، میده نمک به اضافه آب. خب درسته. گفته از واکنش هر مول سولفوریک اسید با آلومینیوم هیدروکسید 36 گرم آب تولید میشه. این دیگه استیکیومتری خیلی راحت. گفته مجموع ضرب استیکیومتری واکنش دهنده در یک. آقا مجموع ضربشون چقدره؟ این 4، این 2، اینم 1، میشه 7. مساوی فراورده ها در واکنش دومه. خب این یکیه، اینم 6 تا با هم میگیم میشن 7. پس این گزینه چیه؟ کاملا درست جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 3. آقا اینجا چی گفته؟ آقا ما یه قانون داریم دیگه، پی وی تیوم، پی یک وی یک تی یک مساوی پی دو وی دو تی دو. آقا پی چیه؟ فشار. وی چیه؟ حجم. تی چیه؟ دما. بر حسب چی؟ کلوین. یعنی باید دمات بر حسب درجه را بلاوه 273 کنیم. خب ببین وقتی میگه فشار ثابته یعنی پیا خط میخورن، پس میشه وی یک بر روی تی یک مساوی وی دو بر روی تی دو. حالا برم جایگذاری کنم. آقا دمای اولیه رو بهم چقدر داده؟ 7 درجه. باید به اضافه چی کنم؟ 273 کنم تا کلوین به دست بیارم، میشه 280 تا. پس میشه میذارم چقدر؟ 280 تا. فشارش چقدره؟ 140 تا. دمای دومی چقدره؟ 100 به علاوه 273 میشه 373. پس اینجا چقدر میذارم به جای وی دو تی دو؟ 373. وی رو ازم خواسته، میشه 186.5. اینم سوال بیاد تا حالا تو کنکور نیومده، یک بار فکر کنم اومده باشه، اگه بیاد سوال خوبیه. چرا اینجوری شد؟ خیلی خوب، دوباره اینجا تمام چیا رو وسط نوشته، نکاریشو نوشته، نموداراش و قانوناش و فلان. خب این سوال سوال سختیه، گوش کن، اینو من حلش میکنم کامل. گفته مخلوطی از گازهای هیدروژن و متان میسوزانیم. خیلی خوب ببین این سوال بیاد تو استیکانی چون سوال خیلی سخته دیگه. 3H4 به اضافه O2 CO2 به علاوه H2 اینجا یکی اینجا هم دوتا اینجا هم دوتا و واکنش دوم دوتا H2 به اضافه O2 میشود دوتا H2. خیلی خوب ببین چی گفته اینجا.
گفته 9 میلی لیتر آب به دست اومده. اول بیا آبو تعبیل واحد کن. آقا مگه نگفته 9 میلی لیتر آب؟ چگالی آبم به چقدر داده؟ 1. زبر چگالیش کن 1 گرم بر میلی لیتر. میلی لیتر با میلی لیتر خرد میخوره 9 میمونه. میشه 9 گرم آب. حالا میتونی مولش رو به دست بیاری دیگه. آقا مول آب چی میشه؟ میشه گرمش، یعنی 9 تقسیم بر جرم مولی آب میشه 18. آقا کلا نیم مول آب به دست میاد. آقا این نیم مولی که به دست میاد مال کدومه؟ هم اینو حساب کرده هم اینو حساب کرده، یعنی با هم دیگه شدن نیم مول، درسته؟ کلا نیم مول آب به دست اومده و گفته اینقدر لیتر گاز کربن دی اکسید. خب یه نشونه خیلی خوب، کربن دی اکسید فقط تو این واکنش هست. گفته درصد حجمی گاز متان چقدره؟ آقا درصد حجمی همون درصد مولیه، یعنی تو برو مولا رو به دست بیار نسبتش رو حساب کن میشه همون درصد حجمی. درصد حجمی همون درصد مولیه. آقا میرم حساب میکنم چقدر کربن دی اکسید گفته آزاد شده؟ 2.24. پس کلا آبا با هم دیگه چقدر شدن؟ این آب و این آب با هم دیگه شدن چقدر؟ نیم مول. من اینو به دست آوردم. دیگه بهم چی گفته؟ گفته که 2.24 مول لیتر کربن دی اکسید به وجود اومده، درسته؟ و از آخر ازم چی خواسته؟ درصد حجمی، درصد حجمی ساشا. آقا درصد حجمی همون درصد مولیه، درصد مولی ساشا میشه همون جرم ماده مورد نظر مول ماده مورد نظر که میشه ساشا تقسیم بر مول کل، یعنی مول H2 به اضافه مول ساشا تقسیم ضرب بر چند؟ ضرب بر صد. آقا برم مول ساشا رو حساب کنم. آقا مول ساشا چقدر میشه؟ اینجا چی میفته پایین؟ لیتر. میخوام مولش رو حساب کنم دیگه، x مول. اینجا 22.4 میفته، درسته؟ اینجا هم چند موله؟ 1 موله. xش میشه چقدر؟ اگر بری حساب کنی x اینو حساب کنی حدودا میشه چقدر؟ حدودا میشه 1/10 مول. پس 1/10 مول من چی داشتم؟ ساش 4 داشتم. خیلی خوب. ببینیم این وا کلا نیم مول هاش رو آزاد کردن. ببینم این واکنش چقدر مول آب آزاد کرده. میذارم x مول. یه سگام دیگه میرم. میذارم 2 مول. حالا میام اینو حساب میکنم. میشه چقدر؟ این میشه 1، این میشه 1/10. x هم میشه 2/10. آقا این واکنش 2/10 مول آب آزاد کرده. کلا نیم مول بوده. پس این واکنش بعدی چقدر آب آزاد کرده؟ 0.3 مول. من باید مول هاش رو حساب کنم دیگه. این ضریبش 2 شده 0.3 مول، اینم ضریبش 2 میشه چقدر؟ 0.3 مول. آقا پس مول ساشار چقدر شد؟ 1/10. مول ساشار چقدر؟ 1/10. مول هاش تو چقدر؟ 0.3. میشه 1/10 تقسیم بر 4/10 ضرب در صد. 1/4 میشه چقدر؟ 25%. پس اومدم چیکار کردم؟ گوش کن یه بار دیگه. بهم چی داده بود؟ بهم میلیتر آب داده بود. از روش رفتم گرمش رو حساب کردم. گرم رو تقسیم بر جرم مولیش کردم، مولش به دست اومد. نیم مول آب آزاد کرده بود. آقا نیم مول مال کدوم واکنشه؟ هم این واکنش، هم این واکنش نیم مول بودن. کلن شدن نیم مول. و اینقدر کربن دی اکسید، اینقدر کربن دی اکسید آزاد کرده. من رفتم چیکار کردم؟ گفتم درصد حجمی میشه درصد مولی ساشار، میشه مول ساشار تقسیم بر مول کل ضرب در صد. پس باید برم مول ساشار رو حساب کنم. از رو 2.24 رفتم مول این حساب کردم، شد 1/10، درسته؟ پس 1/10 مول ساشارمه. از رو 3.2 دوباره مجدد رفتم مول H2 رو حساب کردم، شد چند مول؟ 2/10 مول. اگر کلا نیم موله، اگر این واکنش رو 10 مول آزاد کنه اون چقدر آزاد میکنه؟ 0.3 مول. آقا درسته 0.3 موله، درسته؟ این ضریبش 2 شده 0.3 مول. اگر اینم ضریبش 2 باشه اینم چی؟ 0.3 مول دیگه، درسته؟ این از این. منم درصد حجمی رو حساب کردم. این سوالش جزء سوالای خیلی سخته دیگه، جزء واقعا سوالای سخته اگر بیارن تو کنکور.
مال قلمچی 97 مشابهش تو کنکور یه بار اومده، جز سوال خیلی سخته دیگه. جز سوالی که به بچه‌ها میگم واقعا اگه نظری اشکال نداره. این فرآیند هابر دیگه حفظیت رو وسط گذاشتم اینجا. حفظیت خط کتابو خواستی بخونی، مثلا پلاستیکای سبز چیه؟ زیست تخریب پذیر، هزینه تولید بیشتر و فلان. میای از روش یه مرور می‌کنی خط کتابو. دیگه نیازی به خط کتاب نداریم. خیلی گوش کن. پس فصل دو دهم هم سالش اینا بود. هر فصلی که تمام بشه، هر سالی که تمام بشه، یه استراحت مثلا 10 دقیقه بهت میدن. چی گفته اینجا؟ گفته شکل زیر رفتار چند مولکول رو نشان میده. آقا گفته هاش اف. ببین هاش اف، هاش الکترونگاتیوی چنده؟ 4. این 2.1. پس این بارش منفیه، این بارش چیه؟ مثبته. درسته؟ چون الکترونگاتیویش از 14 بیشتره میشه مولکول چی؟ این 4 این 2.1، اختلافش میشه 1.9. پس مولکول قطبیه، یعنی در میدان جهتگیری میکنه. یعنی چی جهتگیری؟ ببین این سبز F. بزن کوچیک‌ترش کنم. این سبز F. این خاکستر هاشه. ببین الان هاش مگه مثبت نیست؟ مگه نگفتم هاش مثبته؟ به سمت دیواره منفی قرار گرفته. اف هم که منفیه به سمت دیواره مثبت قرار گرفته، اینه جدگیری کرده. اما سی ال دو رو ببین، مولکولش ناقطبی، اصلا جدگیری خاصی نکرده، نامنظمه. مولکول ناقطبی در میدان چی هن؟ نامنظم، یعنی جدگیری نمی کنه. مولکول ان او رو ببین آقا، این چقدره؟ 3.5. این چقدره؟ 3. اختلافشون میشه نیم، از 14 بیشتر. پس مولکولم قطبیه، این میشه منفی میشه مثبت. ببین او به سمت چی قرار گرفته؟ بار مثبت قرار گرفته. و این انا به سمت بار منفی قرار گرفتن چون مثبتن، انا مثبته. این از این جدگیریاشون هم خیلی مهمه. اگر بخوام نقطه زوبجشون هم مقایسه کنم، هاشه فرسمی بیشتره. ترکیبات مولکولی چجوری مقایسه می‌کردی؟ اول می‌رفتی چی؟ می‌گفتی جامد بیشتر از همه است، بعد مایع، بعد گاز. بعد میرفتی میگفتی چی؟ پیوند هیدروژنی، اونی که هیدروژنی داره قوی تر از اونی که واندر والسه. بعد میرفتی سراغ چی؟ قطبی بودن، اونی که قطبی تره زوجوش بیشتره. بعد میرفتی سراغ جرم و حجم. آقا هاش اف، آقا همشون گازی هست، میرم سراغ هیدروژنی، هاش اف هیدروژنی پس از همه بیشتره. اما اینو واسه یلو واندر والس. میرم سراغ قطبی بودن، آقا این قطبی پس از این بیشتره. ترتیبش میشه اینجوری. گفته گاز نیتروژن مونوکسید نسبت به دو گاز دیگر راحت تر مایع می شود. آقا چه زمانی یک ماده راحت تر مایع می شود؟ زمانی که نقطه جوشش بیشتر باشد. آقا کدوم از نقطه جوشش بیشتره؟ هاش اف. غلط. گفته هر چه جذبگیری مولکول در میدان نامنظم تر باشد. وقتی میگه نامنظم تر، گوش کن اینجا رو، یعنی ناقطبی تر است. این دم و جوشش پایین تر است، کل دم و جوشش بیشتره. غلط. این قشنگ مثلا تحلیل کردم همه چی دیگه. گفته مولکولای کلور برخلاف مولکولای هیدروژن فلوری و نیتروژن مونوکسید دارای سر مثبت و منفی نیستن دیگه. اونا که قطبی بودن سر مثبت و منفی داشتن. وقتی میگه سر مثبت و منفی، یعنی مولکولت قطبی هست یا نه. گاز کلور نسبت به هیدروژن فلورید خب دمای جوش کمتری داره. این کاملا درسته. این تحلیل این تست. بریم سراغ سوال بعدی. گفته اطلاعات موجود در کدام ردیف نادرسته؟ این نکته داره. این وقتی یک انحلال خود به خودی رخ بده، بگیر انحلال خود به خودیه، یعنی نیروی جاذبه بین حلال و حل شونده بزرگتر از نیروی جاذبه بین مواد حلال و مواد حل شونده بوده. یعنی حلال و حل شونده از نیروی بین حلال جدا و نیروی بین حل شونده جدا بیشتر بوده. آقا ببین الان مثلا اتانول در آب حل میشه، پس نیروی جاذبه بین حلال و حل شونده، یعنی آب و اتانول، بیشتر از نیروی جاذبه بین آب خالص و اتانول خالص بوده. این درسته. آقا MgSO4 در آب محلوله، یعنی نیروی جاذبه یون دو قطبی، یعنی بین آب و یونها، یعنی بین حلال و حل شونده بیشتر بوده که حل شده، محلوله. درسته؟ هگزان در یود حل میشه. درسته. پس میانگین جاذبه بین یود و هگزان بیشتر از نیروی جاذبه بین یود جدا و هگزان جدا بوده.
باریوم SO4 در آب نامحلول، یعنی حل نمیشه. یعنی نیروی جاذبه بین حلال و حل شونده، درسته؟ یعنی بین یون و آب، یعنی یون دو قطبی کمتر بوده، اینجا گفته بیشتر بوده. یون دو قطبی یعنی بین آب و یون. پس این گزینه هم اشتراکه. چند ردیف اینا درسته؟ دو ردیف. خیلی خوب. انواع انحلال، اینا دیگه تمام نکات رو بهت گفته. حالا تو جزء همش قبلی هم بود. اسموز معکوس، بریم اول نکاتشو بخونیم. حالا پایین‌تر اسموز نوشتم همه چیو. آقا اسموز معکوس یعنی چی؟ ببین. اگر یک دونه ظرف اینجوری داشته باشی، اینجا هم قشا باشه، اینجا هم بگیریم آب خالص، اینجا هم بگیریم آب دریا، درسته؟ پس اینجا آب خالص، اینجا آب چیه؟ دریا. خب آب دریا غلیظ‌تره دیگه، توش مولکول‌های زیادی وجود داره. ببین اگر من میخوام اسموز رو بررسی کنم، ببین نمیخوام چیزی که بررسی کنم، فقط اسموز، اسموز معکوس فعلا بهش کاری ندارم. این تموشو میریم سراغ اسموز معکوس. ببین حالت طبیعی چیه؟ آقا حالت طبیعی ما خوندیم دیگه، ما الان میخوام آب دریا رو خالص سازی کنیم، اما اگر اسموز بخواد رخ بده چه اتفاقی رخ میده؟ نگاه کن، ما گفتیم جهت حرکت آب از کجاست؟ از محیط غلیظ به محیط رقیق. ببین آب میره این سمت، تو دو طرف غلظتشون چی بشه؟ یکسان بشه، درسته؟ پس اینجا آب تمیزمون هم داره میره آب قاطی آب دریا میشه، کثیف میشه. این اسموز پس به دردمون نمیخوره، چون ببین میرن این طرف مولکولای آب تا این طرف چی بشه؟ رقیق‌تر بشه، غلظتشون یکسان بشه، درسته؟ اما اسموز معکوس چه جوریه؟ اسموز معکوس همچین اجازه ایو نمیده. اینو پاک کنم. اسموز معکوس اگه بخوایم بررسی کنیم اینجوریه. تو اسموز معکوس میان یه اهرم اینجا میذارن. این اهرم رو باید چیکار میکنن؟ فشار میدن. هی فشار میدن به سمت پایین. درسته؟ اینجا آبا میرن این طرف، اما مولکولا نمیتونن از اینجا عبور کنن. درسته؟ پس آب چی میشه؟ آب تمیزتر میشه. اینجا چی گفته؟ گفته این شکل فرآیند اسموز معکوسه. خب درسته. گفته اگر این فشار حذف بشه چی میشد؟ آب خالص میرفت سراغ آب دریا دیگه، درسته؟ دیگه این چی میشه؟ جهت حرکت مولکولای آب تغییر میکنه دیگه. به جای که از این سمت برن این سمت، از این سمت میرن این سمت. با گذشت زمان فشار لازم برای انجام این فرآیند افزایش پیدا میکنه، درسته؟ در این فشار قشای نیمه تراوا مانند صافی عمل میکنه و اجازه عبور حل شونده رو نمیده. این اسموز معکوسه. این دیگه کل نکات فصل 3 کل حفظیاتش اگه بخوای بخونی همه چی واسط نوشته که باید چیکار بکنی و سیر شده چیه، سیر نشده چیه. تو همش قبل اینا رو بررسی کردیم. حالا اگه دوست داشتی دوباره خط کتابو بخونی، اینو بخونی بهتره. دیگه روندهای نقطه جوش اینا رو گفتم، اسموز هم که گفتیم، اسموز معکوس هم که گفتیم، اینا تموم شد. بریم سراغ چی؟ نقطه جوش هم که بهتون گفتم، انواع حلال، انواع حالت ها، الکترولیت ها فلان. بریم سراغ چی؟ این آقا یه سوال بهت داده، گوش کن. گفته در شرایط مناسب از واکنش 15 گرم محلول 40% جرمی، پس من چی دارم؟ درصد جرمی دارم. با مقدار کافی از ترکیب زیر چند گرم فراورده عالی تشکیل می شود؟ آقا من درصد جرمی دارم و یک استیکیومتری هم دارم دیگه. اگر جزوه قبلی دیده باشی، گوش کن، رابط درصد جرمی و استو چیه؟ تو باید نمک طراح رو حساب کنی بعد بذاری تو استیکیومتری. آقا می گفته چند درصد جرمی؟ مگه نگفته 40% جرمی؟ یعنی 40 گرم نمک در 60 گرم آب محلولم چه 100 تا. حالا گفته در 15 گرم محلولش، ردیف طراحی دیگه، چند گرم نمک وجود داره؟ آقا 6 گرم. این وارد استو میشه برای اتانویک اسید. کدوم وارد استو میشه؟ این 40% وارد استو نمیشه، درصد جرمی وارد استیکیومتری نمیشه، محلول وارد استو نمیشه، محلولی که طراح گفته وارد استو نمیشه.
ببین چی گفته؟ گفته 15 گرم محلول 40 درصد جرمی، یعنی من درصد جرمی رو بهت میدم، محلولم بهت میدم، تو برو نمک طراح حساب کن. این وارد استو میشه، این مهمه میشه، درسته؟ اگر با پی پی ام ترکیب کرد دوباره این وارد استو میشه، اگر با اعلان پذیری ترکیب کرد بازم نمک طراح واردش میشه. تو صفحه تو همایش قبلی گفتم اینا رو. خیلی خوب گوش کن. پس اتانویک اسید فرمولش چیه؟ C2H4O2. ان شاء الله ویدیو دیروز رو دیدی، ترکیب اتانویک من کلا درس دادم. این شکل چیه؟ منتول. منتول یک گروه چی داره؟ OH داره، یک عامل الکلی داره. خب فرمولش چیه؟ C10H20O. کجا به کار میره؟ در تهیه پمادهای موضعی به کار میره، درسته؟ یک الکل حلقویه، یعنی حلقه داره و سیر شده است، چون پیوند دوگانه و سگانه نداره و چون سیر شده است بروم و بیرنگ نمی کنه. آیا آروماتیک هست؟ خیر، چون بنزن ندارد. این حلقه بنزن نیست، حلقه بنزن اینجوریه، باید پیوند دوگانه هم ستا داشته باشه. خب پس فرمول منتول اینه، C10H20O و اسید. خیلی خب بهم چی میده؟ اسید به اضافه الکل میده استر به اضافه آب. بچه‌ها میگن من چجوری اینو بنویسم؟ خب آب که میدونی فرمولش چیه؟ بذار H2. خب این طرف چند تا کربن داری؟ یه 10 تا اینجا داری، یه 12 تا این دو تا اینجا داری، میشه 12 تا. پس استر زن 12 تا داره. هاش چند تا داری؟ اینجا 20 تا دارم، اینجا 4 تا دارم، میشه 24 تا. خب دو تاش که تو هاش از بین رفت، پس 22 تا میمونه. چند تا او داری؟ یه دونه او اینجا دارم، دو تا اینجا دارم، میشه 3 تا. خب یکیش که تو هاش دو رفت، پس دو تا او دیگه میمونه. پس اسید به اضافه الکل میشه استر به اضافه آ. خب مگه من 6 گرم به دست نیاوردم؟ گفته 6 گرم اتانویک اسید چند گرم فراورده عالی. حواست باش آب فراورده معدنی، استر میشه فراورده عالی. چند گرم استر؟ خب اینجا گرم میفته پایین، پشتش جرم مولی میذارم، میذارم 60. اینجا هم گرم میفته پشتش جرم مولی میذارم، میشه 98. این 6 با 60 داده میشه، این میشه 1، این میشه چقدر؟ 10. ایکس هم میشه چقدر؟ 19.8. این از این، این ترکیب درصد جرمی و استوکیومتریه. آقا معادله تفکیکیونی یعنی چی؟ معادله تفکیکیونی یعنی یک یون، یک نمک به یونهای سازندهش تبدیل بشه. مثلا NaCl توش Na مثبت داره، Cl منفی داره. مثلا کلسیم کلرید توش کلسیم دوباره مثبت داره، Cl منفی داره. بهم میگن معادله تفکیکیونی، احتمالی که امسال تو کنکورم بیاد میتونه زیاد باشه. خیلی خب ببین چی گفته. گفته برای تهیه 200 میلی لیتر، من گفتم تو پی پی ام 200 میلی لیتر همون 200 گرمه، با غلظت 10 پی پی ام. آقا 10 پی پی ام یعنی چی؟ یعنی 10 گرم نمک، 10 به توان 6 گرم آب، 10 به توان 6 گرم محلول. حالا گفته در 200 میلی لیتر یا 200 گرم چقدر نمک وجود داره؟ ایکس هم میشه چقدر؟ 2 ضرب در 10 به توان منفی 3. اینو خط زدم این طرف تناسب بستم، چه 2 ضرب در 10 به توان منفی 3 سیل منفی وجود داره. آقا مولکول رو به دست آوردم، حالا گفته چند گرم کلسیم کلرید. آقا تو سیل منفی رو داری، تو چی رو میخوای؟ کلسیم کلرید. چه رابطه‌ای بین سیل منفی و کلسیم کلرید هست؟ آفرین، معادله تفکیک یونی. آقا تو کلسیم کلرید چه یونهایی وجود داره؟ بذار اینجا بنویسم دوباره. کلسیم کلرید چه یونهایی وجود داره؟ کلسیم دوباره مثبت، دو تا سیل منفی. میخوام برم وارد استو بشم. من گفتم اگر پی پی ام و استو با هم دیگه ترکیب بشن چی وارد میشود؟ نمک طراح. نمک طراحمون چقدر شد؟ 2 ضرب در 10 به توان منفی 3. پس کلر هم شد 2 ضرب در 10 به توان منفی 3 گرم. گفته چند گرم کلسیم کلرید؟ چند گرم کلسیم کلرید با خلوص 78 درصد لازم است. استیکیومتری. میرم گام سوم، اینجا گرم میفته، جرمولی چقدره؟ 111. اینجا هم گرم میفته، جرمولی چقدره؟ 71. ایکس هم چقدر میشه؟ میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 3. این از این. این کل سوال 14 تا سوال واسه تون آوردم. این 14 تا سوال برای این آزمون پیشبینیه. حالا آزمون پیشبینی دیگه هم داریم، سعی میکنم تمام مطلب رو پوشش بده. خیلی خوب، این 4 سال مال دهم، یعنی کلا دهممون همینه، دهمون کلا تمومه. میریم سراغ چی؟ میریم سراغ 11. یک استراحت. آقا سلام، چطور باز کن؟
اشکال نداره میگم بهش. آره بچه اوکی این؟ خیلی خوب. استراحت یه 10 دقیقه استراحت کنیم بقیه شون بیدیم. میخوام هر فصل به فصل که تمام بشه تمام کنیم. مثلا فرمول اتانول کسی رو بهتون نمیدن؟ نه مگه اتانول کسی رو قرار بهتون بدن؟ ویدیو شیمیالی واسه تون گذاشتم خانم علی اکبری، من تصمیم میگیرم نه شما. ساعت آزمون امروز دیگه نزدیک به کنکور داره میشه. خواهش خانم علی اکبری، خواهش میکنم شما آزمونت هم ندید، یعنی نمیدونم چرا اومدی تو همایش. باید میگفتم اخراجتون کنم. آزمون قبلی هم شرکت نکردی، نفرستادی اصلا. حواسم هست به همتون، همتون ها خدا رو شکر. علی دادی مگه کجایی؟ علی اکبری مگه همایش قبلی نبودی؟ علی اکبری، اکبری اکبری، نه علی اکبری. یعنی چه خانم علکبری؟ بله مگه این جواب شد؟ چرا آزمون شرکت نکردی درصد نفرستادی؟ جواب درست بده. بله نداره. او کرمانی تو؟ اوه اوه من از اون قرار 17% روش کردم خدا رو شکر. چرا درصدی واسه من نفرستادی؟ علی اکبری جوان مرد چشم وقت بشون دارم حل میکنم چشم. خانم جعفرزاده معلومه ایتون رو کسی رو بدی نمیدن، ویدیو شیمیالی رو واسه چی واسه تون گذاشتم؟ جعفرزاده کل شیمیالی من گفتم اونجا دیگه. دیر درصد گیری کردم، چقدر طول میکشه مگه؟ خانم جعفرزاده تو شیمیالی همه چی گفتم دیگه، ترکیبی نداره دیگه، همش همونه دیگه. اصلا من فقط تونستم فیلم ها رو ببینم 50%. امیدی هست؟ آره خب دیگه 50% زدین، چند روزم وقت دادی دیگه. بچه ها یک سوال میخوام ازتون بپرسم، گوش کن. یک سوال گوش کن. این بهتره یا این؟ گزینه یک یا گزینه دو؟ میخوام کنکور رو تحلیل کنم. ببین تجربی و ریاضی و 98 و 99 داخل رو حل کنم میشه 4 تا کنکور، یا تجربی و ریاضی 99 فقط حل کنم داخل و خارج، این هم میشه 4 تا کنکور. کدوم به نظرتون بهتره براتون؟ یک دو یک دو گزینه یک 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 دو یک و دو. یک و دو یعنی چی؟ خانم جوان مرد وقت نمیشه، شما همین چیزایی که گذاشتم رو ببین، ما خودمون رو شکر میکنیم. یک 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 اوکی حل میکنم میذارم اینا رو ببینید. نه میدونی مقدم همون درو آره شاید آره آره شاید هم من نذاشته باشم. واکنش های استوک برای حفظاشین جلسه قبلی تو جزوه آزمون بهتون دادم دیگه. خانم عباس آبادی چه میذارین دیگه؟ میذارم دیگه دیگه وقتمون هر موقع وقت بشه میذارم. من دارم شیمیالی هم بزنم وسطتون میذارم، ضبط میکنم میذارم هر موقع وقت بشه. چشم آره یک بهتر، چون ساعت 2 سال آقا کار میشه بازم هر جا خودتون سه. چشم زمانی که آقا ما 12 دوباره شروع میکنم، اگه کاری میخوای بکنید تا 12 وقت داری. آقا کسی که شیمیالی صفرم باشه ویدیو رو نگاه کنه شیمیالی اوکی میشه. شیمیالی کلن 3 ساعته میشه 20% کنکورت. ببین دیگه دیگه واقعا من این همه چیز واسه تون گذاشتم دیگه، اگه نبینی یعنی خودت کوتاهی کردی دیگه. من دیگه تا جایی که میتونستم انجام دادم دیگه وظیفه‌مو. خیلی میشه قبول، فقط یه دونه آزمون تحلیل کنیم. کردیم 5 آزمون، کنکورم اضافه کردیم، نکته تست هم اضافه کردیم، تدریس هم اضافه کردیم دیگه، همه این کارا رو کردیم دیگه. حالا مردان شما چه فرقی میکنه؟ شاید اصلا 10 ساعت بشه. خواهش میکنم مثل آزمون های دیروز شیمیالی 20% سوال میاد دیگه، 20% کنکورتون هست. سرسای 1400 مثل آزمایش های دیروز سخت خواهد بود. احتمالش از هر چیزی احتمالش هست. شاید از چیزی که فکر کنین آسان تر باشه، شاید از چیزی فکر کنین خیلی سخت تر باشه. آره همزه خانی
مردون چه برو ببین، به جای که مثلا جای دیگه بری بیا همونا رو ببین. سخت بشه که به نفع شماست. کانون دیروز رو من نگاه نکردم سوالاشو. کانون دیروز رو من نگاه نکردم. چاره دوازده هم فاطمه جلودار. ببین فاطمه جلو تو چی نگاه کن، اون ویدیو که برای شیمی عالیش گذاشتم رو نگاه کن، یه قسمت انرژی فعالسازی اونا رو هم نگاه کن، تعادل هم نگاه کن دیگه، اونا رو نگاه کنی اوکی میشه، اونا رو نگاه کنی بسته. استاد سینتیک شما توی کانال بود چیکار کنم دیگه؟ همین جزوه همایشان ببین 20 تا کانال هست، 20 تا کانال هست همین جزوه همایشان. واقعا نمیدونم کی پخش کرده، یعنی اگه بفهمم که اصلا فهمیدی جزوه همایش اونو پخش کردم تو همه کانال ها بود. یه نفر تو گروه هم فقط گذاشتم، برای هیچ کارم نفرستادم، تو کانال عمومی هم نذاشتم، فقط تو گروه بچه همایش گذاشتم. خیلی ناراحت شدم، خیلی روش وقت گذاشتم. آ چجوری شکایت کنم؟ تلگرام که قابل ردیابی نیست، چجوری اصلا شکایت بخوام بکنم؟ تو همه کانال ها هست، اصلا معلوم نیست از کجا پخش شده، اولین کانال کی گذاشته. خوب بود مرز ثابت، ولی به نظرم شاید کنکور از اون یکم سخت تر باشه. غیر از گروه همایش ها هیچ کی نداشته، یعنی تو کانال خودم هم نذاشتم، هیچ جا نذاشتم، هیچ جا، فقط گروه همایش بوده، فقط تو همه کانال ها بوده. مثلا اینجوری زده بود، مثلا زده بود فیزیک نوکنده، ریاضی آدم هیدری، شیمی سوالات غلامی، گفتم ما بکشیم بیرون دیگه. همه کانال هم گذاشتن و همه از یک کنار. باز یکی به من زده بود که استاد تو رو خود این کانال رو بفرست، میخوام جزوه بالایشو بردارم، مال آریان هیدری میخوام جزوه ریاضیشو بردارم. گفتم بابا من دارم میگم کپی نکنین، از اینو بر نداریم، باز این خودش بعد میگه کانالش هم بدم از اون بقیه جزوهاش هم بردارم. خیلی خوب بود. بعد آخر گفت نه منظورم این نبود، نه منظورم این نبود، منظورم این بود که بریم شکایت کنیم. گفتم عجب آدمی هستی. آره همسایه ما هم والد داره. جنبنی حفظت که آوارین تو هر آزمونتون فرق داره، همون آسماد جعفرزاده. جزوه رو بخونین دیگه، همه جزوه رو بخونین، فیلم ها رو نگاه کنین، واقعا باید کم کم پنجا بزنین دیگه، کم کم. اصلی رو با تکمیل شده، یه ویدیو واسه تون گذاشتم، همون ویدیو رو نگاه کنین به مسائلش مسلط میشین. اصلی باز فصل سنگینیه. خب یا سوالش خیلی آسونه با همون ویدیو میزنی، یا سوالش خیلی سنگینه. ببین کلاسمون 0 تا 100 نیست. خب کلاسمون چیه؟ کلاس ما تدریس نکات مهمه. ما نکات مهمو تدریس کردیم گذاشتیم. اما مثلا بخوام تمام تیپا رو درس بدم، اون کلاس 0 تا 100ه. گرفتی؟ مثلا بخوام خنسا شدن بگم و نمیدونم مخلوط شدن بگم و اینا، اینا کلاس 0 تا 100 تدریس شده. وقتش نیست الان بگیم. الان فقط نکات مهمو با هم دیگه کار می‌کنیم. تحلیل کنکور رضا شاهرزاد پنجشنبه میکنم، ان شاءالله اگه وقت داشته باشم. چشم. آره الان فقط نکات مهمی که بتونیم بزنیم و هم دیگه کار میکنه. مثلا مخلوط شدن تو کلاس سالینه مثلا نیم ساعت وقتمون رو میبره، نیم ساعت یک ساعت مثلا به بچه‌ها درس میدیم. یا مثلا الکتروشیمی میخوام به بچه‌ها درس بدم، بچه‌ها میگن 12 13 جلسه من الکتروشیمی درس دادم. ما الان فقط میتونیم تو همون ویدیو 5 ساعته نکات مهمشو بگیم، کسی اونو ببینه میتونه تستاشو بزنه. گرفتی؟ این از این محلی راوری استیکیومتری بیشتر تیپاشو گذاشتم، همونا رو ببینی کافیه. از اون به بعد بیشتر سوال بیاد سجا سوالای سخته. ما فقط تو همایش نکات مهم با کار میکنیم، همون نکات مهم بخونی پنجا میزنی. اگه بخوام صرف تا صد همه چیو بگم یعنی یک سال من وقت میخوام. قرار بوده تو دو روز بیم همه چیو جمع کنیم. برای فیزیک همایش کدوم استاد؟ من اصلا از من هیچ موقع اسم دبیر نپرسین، همه دبیرا رو برید نگاه کنی. مثلا فیزیک برو مثلا اینجا رو نگاه کن، نوکنده رو نگاه کن، یحیوی نگاه کن، دبیرای اینجا رو نگاه کن، ببین با کی راحت تری، برو همون انتخاب کن. من فقط میگم شیمی بیا، همین. من درس خودم رو میتونم تضمین کنم بگم، به بقیه من اصلا درس دیگه هیچ تخصصی هم ندارم. چی بیام بگم آخه؟
ویدیو هم کامل همه چی رو گفتم اون رو بخونه، کسی 50 60 به خدا میزنه. همون مطالب کانال رو بیان نگاه کنین 50 60 میزنین. آره. تا هر جا میتونین نگاه کنین. آقا پس 98 و 99 ریاضی تجربی داخل همشو تحلیل میکنم میذارم. سعی میکنم تا کنکور هر 4 تا کنکور رو واسهتون بذارم دیگه. تا جایی که توان داشته باشم. چشم. کاش فیزیکم درس میده. بیخیال. خیلی خوب. بریم سراغ آزمونمون. ای بابا. بچه آماده این؟ بریم شروع کنیم. واسه شیمی برای کنکور چه کسی بود؟ من خودم درس خوندم. مثلا دبیر نداشتم. یکی مثلا برای ترکیب استوم مولار بگین. تو اینجا که نیست چشم. اونم میگم. بریم شروع کنیم. آقا سلکت رو ببین. خب ببین استیکیومتریک دیگه خیلی راحته دیگه. گام اول نوشتن واکنش بود، گام دوم اطلاعات مسئله. گفته 40 گرم آهن CO2 اکسید 40 گرم. 80 درصد خالص زد و 80 درصد می‌کنی. گفته در پایان 16.8 گرم آهن به دست میاد. فقط بذار قطعی هم بهشون بگم. بچه‌ها یک چیزی که هست، نزدیک بود که من امروز همه‌شو کنسل کنم. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که احتمالاً برق بره. گرفتی؟ احتمالاً برقا بره. چی؟ توی منطقی، انگار منطقی برقا قرار بره. خب؟ دیگه من گفتم همه‌شو برگزار کنم تا جایی که تونستیم بریم. شاید اصلا کلاً قطع نشه. شاید احتمالش هست قطع نشه. قطع میشه. حالا تا جایی که بتونیم درس میدیم. از اون به بعد هر چی اونو ضبط می‌کنم براتون ویدیوشو کامل می‌ذارم دیگه. که هیچ مشکلی نداشته باشین. اوکی؟ معلوم ساعت چند قطع بشه دیگه. 12 و نیم، 1، 1 و نیم، نمی‌دونم چند قرار قطع بشه. تا جایی که بتونیم میگیم. بعدش هم نمیتونستیم بذاریم چون بعدش هم باز بقیه اینجا کلاس داشتن. یه گنابات قطع نمیشه. خیلی خب واسه چطور بگم بریم. بریم گنابات. واسه لی گنابات رفتی؟ رفتی؟ گنابات میگه برق نداره. الان میان گردن تو میزنن. ببین نصفشون گنابادی هن. علی اکبری، جلودار، کرمی، نمیدونم شکاری، فلان. آقا 40 گرم 80 درصد. درسته؟ کل 80 درصد. اینقدر گرم گفته آهن تولید کرده. گفته بازه درصدی چقدره؟ بازه درصدی همیشه تو واکنش دهنده ضرب میشه. آقا اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. گرم میفته پشتش چی میذاشم؟ جرمولی. جرمولی اف 2 3 چقدره؟ 160. چند 160 تا؟ 260 تا. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. جرمولی چقدره؟ اف 56. چند 56 تا؟ 4 تا 56 تا. ساده کنیم 75 درصد. این هم سوال استیکیومتری. ترکیب انگار درصد خلوص بود و بازه درصدی. آقا این شکل رو نگاه کن. آقا به سمت پایین که حرکت کنی، اینجا نفت کوره است، اینجا گازوئیل، نفت سفید، بنزین و خوراک پتروشیمی. هر که به سمت نفت کوره حرکت کنی فراریت کم میشه، نقطه جوش زیاد میشه، سنگین تر میشه، گرانروی هم بیشتر میشه. الان نگاه کن نفت کشورهای عربی بیشترش نفت کوره است، پس از همه سنگین‌تره، حمل و نقلش دشوارتره. آقا پس هر چی از سمت نفت سنگین کشور عربی برم سمت نفت سنگین ایران، بعد برم نفت سنگین کشورهای سبک کشور عربی، برم نفت برنز دریای شمال، قیمتم زیادتر میشه. چرا؟ چون مقدار نفت کورم کمتر میشه، چون نفت کوره خیلی آشغاله، سنگینه، حمل و نقلش دشواره. گفته نقطه جوش برنت دریای شمال بالاتر از سبک کشورهای عربیه. ببین برنت دریای شمال و سبک کشورهای عربی، برنت دریای شمال نفت کورش کمتره. من گفتم هر چه نفت کوره کمتر باشه نقطه جوشش هم کمتره. گفته بالاتر. غلط. بیشترین چگالی و چسبندگی و سنگین کشور عربی داره. خب اینکه مشخصه دیگه، اصلا سنگین‌تره چون توش نفت کورش خیلی زیاده. جوابش گزینه یک. گفته بیش از 30 لیتر از هر بشکه نفت سبک کشورهای عربی و نفت سنگین ایران را بنزین و خوراک پتروشیمی تشکیل میده. آقا هر بشکه 159 لیتره. بنزین و خوراک پتروشیمی اگه بخوام حساب کنم حدودا میشه 21 درصد. درسته؟ حدودا میشه چقدر؟ 21 درصد. 21 درصد میشه چقدر؟ ببین چقدر 21 درصد. اینم چقدره؟ دم 21 درصده. 21 درصد 159 لیتر میشه چقدر؟ 33 لیتر. پس این حدودا درسته. بیش از 30 لیتر میشه.
ترتیب قرار گرفتن همون ترتیب خروجه. اینجا هم دیگه نکاتشو واسط نوشته، هر چی بخوای. سوال بعدی، آقا ما یه تکنیک داریم، یه تکنیک داریم اسمش یه شمال شرق، تکنیک شمال شرق، یعنی من به سمت بالا و به سمت شرق حرکت کنم، هر چه به سمت بالا و به سمت راست، یعنی به سمت شرق حرکت کنی، شعاعت کمتر میشه، خصلت فلزی پس کمتر میشه، پس تمایل بعد از دادن الکترون هم کمتر میشه، اما نافلزیت زیاد میشه، تمایل گرفتن الکترون هم زیادتر میشه. آقا مثلا نگاه کن، مثلا کا ام جی، آقا کا چند تا لایه داره؟ سه تا لایه داره دیگه. ببین کا اینجاست، درسته؟ ام جی اینجاست، کلور اینجاست، فلور اینجاست. آقا من هر چی به سمت شمال شرق حرکت کنم شعام کمتر میشه، پس بیشترین شعار کی داره؟ کا. بعد کی داره؟ ام جی، درسته؟ بین کلور و فلور گفتم هر چی به سمت بالا حرکت کنم شعام کمتر میشه، پس کلور از اف چیه؟ بیشتر. پس این گزینه درسته. وقتی میگه واکنش پذیری، آقا واکنش پذیری وقتی میخواد مقایسه کنه اول باید ببینی فلزن اینا نافلز، آقا همشون نافلزن، پس منظور از واکنش پذیری چون همشون نافلزن میشه خصلت نافلزی. به مرتبشون کن، مگه اینجوری نیست؟ فلور کلو فلور کلور بروم. گفتم هر چه به سمت بالا و به سمت راست حرکت کنی نافلزی زیاد میشه، پس به سمت بالا حرکت کنم نافلزیم زیاد میشه، پس بیشتر نافلزی و اف داره، بعد کلور داره، بعد بروم داره، پس این درسته. تمایل بعد دست دادن الکترون، آقا گفتم هر چه به سمت بالا حرکت کنم تمایل بعد دست دادن الکترون کمتر میشه، پس هر چه به سمت پایین حرکت کنم تمایل بعد دست دادن الکترون بیشتر میشه. آقا این ستا رو بیا مرتب کنم، لیتیوم، انا و کا. خب اول کا از همه پایین تره، پس اول اینه، بعد انا، بعد کا. خب اینجا برعکس نمیشه، غلط. نیروی جاذبه هسته، آقا نیروی جاذبه هسته رو بهمون میگه مقایسه کنی. لیتیوم 13، سیلیسیوم 14، پروتون هم 15، پشت سر هم دیگه. آقا نیروی جاذبه هسته اینم به عدد اتمی ربط داره. خب عدد اتمی پروتون از سیلیسیوم و آلومینیوم بیشتره دیگه، پس جاذبه هستش هم بیشتره، پس این گزینه هم درسته. نافلزی، آقا بیا مرتب کن، کلور، بروم، یود تو جدول، کروم، کلور، بروم، یود. من گفتم هر چه به سمت بالا حرکت کنی نافلزی زیادتر میشه، پس اول کلور، بعد بروم، بعد یود. اینجا برعکس نوشته، جواب میشه چی؟ آ، ب، ت. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. بریم سوال بعدی. گفته با توجه به این عنصرها اسکوگر سیلیسیوم، انگار میشه سیلیسیوم، ان آ سدیم، کلسیوم، قل. یه بار دیگه از اول با هم دیگه بخونیم. اسکوگر سیلیسیوم سدیم کلسیوم قل کلور منیزیم فسفر کربن و جرمانیوم. حالا میخوام همه اینا رو با هم دیگه بررسی کنم. آقا سیلیسیوم شپ فلز و گروه چند؟ گروه 14. گوگر نافلز و گروه چند؟ گروه 16. سدیم فلز و گروه چند؟ گروه 1. کلسیوم فلز و گروه چند؟ گروه 2. قل فلز و گروه چند؟ گروه 14. کلور نافلز و گروه 17. منیزیم فلز و گروه 2. جدول رو باید بلد باشی. پی نافلز و گروه 15. کربن نافلز و گروه 14. جرمانیوم شبه فلز و گروه 14. حالا ببینیم چیا گفته. گفته نسبت شمار عنصر فلزی به نافلزی برابر 1. آقا اگه بشماری به چند تا فلز دارم؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا. چند تا نافلز دارم؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا. خب برابر 1 دیگه، 4 4 میشه 1. اتم 6 مورد از عناصر میتونن الکترون به اشتراک بذارن. وقتی میگه الکترون به اشتراک بذارن، اگر بگه اشتراک میشه هم شبه فلز هم نافلز، اگر بگه انتقال میشه هم فلز هم نافلز. آقا پس گفته 6 مورد میتونه الکترون به اشتراک بذاره، یعنی ما 6 تا شبه فلز و نافلز داریم. آقا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا کاملا درست. گفته 4 تاشون توی یه گروه قرار دارن. آره این گروه 14 14 14 14 4 تاشون تو گروه 14. در بین این عناصر یک عنصر
دو اتمیه. عناصر دو اتمی هفتن. فلور میشه F2 Cl2 Br2 I2 H2 N2 O2. گفته یک عنصر یعنی کلور، منظورش کلور بوده، دو اتمیه و گازیه. خب درست، این از این. دیگه تمام خط کتاب هم وسط نوشته، اگه میخوای کتابو بخونی نکاتش رو مرور کنی از اون نگاه کنی، همه چی وسط کامل توضیح داد. چیزی که مهم بودم تو همش قبلی تو فیلم قبلی وسطم توضیح دادم اونجا. بریم سراغ این حفظیات، یعنی چیز خاصی نداره، شیمیالیش هم که درس دادم. بریم سراغ واکنش‌های گرماده و گرماگیر. سراغ واکنش‌های گرماده و گرماگیر. چی گفته اینجا؟ آقا اگر یک واکنش گرماده باشه نمودارش اینجوریه، اینجا واکنش دهنده است، اینجا فراورده، پس سطح انرژی واکنش دهنده از فراورده بیشتره، پایداری فراورده از واکنش دهنده بیشتره. ببین واکنش دهنده انرژی از فراورده بیشتره، پس پایداریش کمتره. علامت کیو رو با منفی نشون میدن، کیو رو سمت فراورده ها مینویسن، انرژی از سامانه به محیط میره، یعنی گرما از سامانه خارج میشه. علامت کیو منفیه، نمودارش به صورت روبروه. مثالش یه خوردن یک لیوان شیر با دمای 60 درجه. اما اگر یه واکنش گرماگیر داشته باشی نمودارش اینجوریه. ببین فراورده از واکنش دهنده بالاتره، پس انرژی فراورده از واکنش دهنده بیشتره، پایداری واکنش دهنده از فراورده بیشتره. خب انرژی از محیط به سامانه میره، علامت کیو مثبت سمت واکنش دهنده می‌نویسیم و نمودارش هم به صورت روبروه. خیلی خب چی گفته؟ آقا این واکنش گرماده‌ایه چون کیو رو سمت فراورده ها نوشته، درسته؟ پس نمودارش میشه چی؟ گرماده، یعنی واکنش دهنده جز فراورده نیست، نمودارش این شکلی میشه. گفته سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده پایین تر است، خب درست. گفته با تولید هر مول آمونیاک 183 کیلوجول انرژی آزاد میشه. آقا دو مول آمونیاک 183 تا آزاد کرده، پس این غلطه. واکنش گرمادهه. ببین چون گرماده از سامانه به محیط میره نه از محیط به سامانه، پس این غلط. بریم سوال بعدی. گفته اتیل آمین. آقا انرژی پیوند رو چجوری حساب میکردی؟ میشد سوال انگار دفعه قبلی هم حل کردم واسهتون از این سوال تو همایش قبلی. اگر اینجوری داشته باشی اینجوری شو. خیلی آقا میشه انرژی آنتالپی پیوند واکنش دهنده مثلا منهای آنتالپی پیوند چی فراورده دلتاش به دست میاد. آقا میام اول اینجا چیکار میکنم؟ میام مشترکا رو خط میزنم. بذار از اون جزوه خودش بیارم. دو تا از اون پیشبینی دیگه هم وسطتون میذارم کامل تحلیل میکنم که دیگه هیچ مشکلی نداشته باشید. آقا وقتی میخوای آنتالپی پیوند حساب کنی بیا مشترکا رو خط بزن. مثلا ببین چی تو دو طرف یکسانه. آقا من مگه اینجا دو تا پیوند انهاش ندارم؟ پس میام دو تا انهاش رو خط میزنم. بذار اینو قلمشو بزرگتر کنم. میام پیوند ان هاشو خط میزنم، از این ور دو تا پیوند ان هاش خط میزنم، از این ورم دو تا پیوند ان هاشو خط میزنم. دیگه چی میتونم خط بزنم؟ آقا این ور چند تا پیوند کربن هیدروژن دارم؟ آقا این ور 4 تا پیوند کربن هیدروژن رو خط میزنم. کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، کربن هیدروژن. اون ورم 4 تا پیوند رو خط میزنم. آقا کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، کربن هیدروژن، کربن هیدروژن. مشترکا رو خط زدم. خب ببینم از سمت واکنش دهنده چی میمونه. آقا دلتاش هم چقدر داده؟ گفته گرماگیره، یعنی علامت کیو چقدره؟ مثبته. مثبت چقدر داده؟ مثبت 553.6. حالا قلم هم کوچیک‌تر کنم. خب علامت هم چقدر داده؟ 53.6 و گفته گرماگیره، یعنی علامت کیو مثبته. مثبت 53.6 مساوی آنتالپی پیوند واکنش دهنده. خب از واکنش دهنده چی مونده؟ یک دونه پیوند کربن کربن مونده. دیگه چی مونده؟ یه دونه پیوند کربن هیدروژن مونده.
یه دونه پیوند چی مونده؟ پس یه کربن کربن موند. نوشتم. یه دونه کربن هیدروژن مون نوشتم. یه دونه کربن نیتروژن میمونه. منوی آنتالپی پیوند چی؟ فراورده. از تو فراورده چی مونده؟ یه دونه کربن کربن دوگانه میمونه. به اضافه یه دونه NH میمونه. حالا میام عدد گذاری میکنم. آقا کربن کربن رو به چقدر داده؟ کربن کربن 346. پس میذارم 346. کربن هیدروژن رو به چقدر داده؟ 413. پس میذارم 413. NH رو CN رو بهم چقدر داده؟ CN رو ازم خواسته، گفته اینو حساب کن. پس میشه X. کربن کربن دوگانه رو به چقدر داده؟ 602. NH رو به چقدر داده؟ 391. میری حساب میکنی اینو، جواب آخرش چقدر میشه؟ دیگه حساب کتابش خودت انجام بده، میشه 287.6 کیلوجول. این از این. پس اینم حساب کردیم. بریم سراغ آزمون بعدی. سال بعدی گفته با توجه به جدول زیر، این جدول به همون داده. خب تست 21 ببین، از سینتیک همه تیپاشو حل کردیم. خب این جدولیشو حل کردیم، سوالاشو حل کردیم، باقی مونده رو حل کردیم، تناسبیشو حل کردیم، بیشتر سوالاشو حل کردیم. فقط یه تیپ سوالی میمونه که باید حل کنیم. تو آزمون بعدی میارم، تو آزمون بعدی 100% میاره، تیپ نموداریشه. نموداریش هم اگر حل کنیم دیگه هیچ مشکلی تو سینتیک نخواهیم داشت. درسته؟ این از این. بچه یه دقیقه صبر کنیم، درستش کنم. درست شد. خیلی خوب. این از این. چی گفته؟ این سوال. این سوال برای دقت. گفته تفاوت غلظت اولیه گاز NO2 یعنی 4.1 با غلظت پایانی NO برابر 1/100. آقا بچه ها میگن آقا این 4.1، این هم 3.1، تفاوتش میشه 1. پس این غلط. حواست باشه اینجا 10^-2 هم داده، یعنی هر چی به دست آوری ضرب در 10^-2 کن، میشه چقدر؟ میشه 1/100. پس این گزینه درسته. چی شد؟ صدای چی بود پس؟ خب گزینه دوش هم دقیقا مثل همون حساب میشه. اینو بریم حساب کنیم. گزینه 3 و 4 خیلی مهمه. دوتا NO2 مگه نمیشه دوتا NO به اضافه O2؟ گفته سرعت متوسط NO2 0.75 برابر سرعت گاز NO در همان مدته. آقا مگر ضریب NO و NO با هم دیگه برابر نیست؟ آقا پس سرعتشون هم با هم دیگه برابره دیگه، اصلا ربطی به اون نداره. مثلا چون سرعت O2 0.45 برابر NO. آقا ضریب O2 مگه 1 نیست؟ مگه ضریب این 2 نیست؟ پس ضریبش 1/2 برابر اینه، نیم برابر اینه، پس سرعتش هم نیم برابره. غلط. خیلی خوب بریم بعدی. گفته در گزینه‌های زیر به عوامل سرعت اشاره شده. عوامل سرعت رو تو همایش قبلی بهتون گفتم دیگه. گفتم که دمایه، چون اگر دما رو زیاد بکنی سرعتت زیاد میشه، درسته؟ برای نگهداری طولانی مدت فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی آن رو منجمد میکنن. چرا؟ چون دما کاهش پیدا میکنه، چون دما کاهش پیدا میکنه سرعت هم کاهش پیدا میکنه، گیرتر فاسد میشه. مثلا محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات در دما اتاق به کندی تجزیه میشه، اما اگر گرمش کنی سریع انجام میشه. دو ماهیت واکنش دهنده، هر چه واکنش دهنده فعالتر باشه سرعت هم بیشتره. مثلا فلز قلیه سدیم و پتاسیم با آب واکنش میگن، اما سدیم و پتاسیم کدوم خصلت فلزیش بیشتره؟ کا. کدوم راحت‌تر از دست میده؟ کا. کدوم واکنش پذیریش بیشتره؟ کا. پس کا از ان ا سرعتش یه بیشتر. سطح تماس، هر چه سطح تماس بیشتر باشه سرعت هم بیشتره، درسته؟ مثلا قابوت از مغز خوراکی ها سریعتر فاسد میشه. هر چه مساحت یک تیغه تکه زغال بیشتر باشه سرعتش هم چیه؟ بیشتره. خیلی خوب. مثال 4 غلظت. هر چه غلظت هم بیشتر باشه سرعت واکنش بیشتره. مثال یکیش، بیماران دارای مشکل تنفسی در شرط اضطراری کپسول اکسیژن استفاده میکنن. الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمیسوزن اما در اکسیژن میسوزن. کاتالیزگر هم سرعت واکنش رو زیاد میکنه، مثل افزودن کا‌آی به H2O2. گفته برخی افراد با مصرف کلم و حبوبات دچار نفخ میشوند،
زیرا فاقد آنزیمی هستند که آنها را کامل و سریع حذف کنه. اون آنزیم نقش کاتالیزگر رو داره. مثلا واکنش سوختن قند. بولم قند نمی‌سوزه اما اگر به خاک باغچه آغشته بشه می‌سوزه. حالا اینجا چی گفته؟ گفته محلول بنفشه که پتاسیم پرمنگنات با یک اسید عالی در دم اتاق واکنش نمی‌دهد اما گرم شدن چه دما دیگه؟ گفته غلط غلط. گفته افسانه دو قطره کا آی یا آی منفی نقش کاتالیزگر جواب میشه گزینه چند؟ گزینه دو. الیاف آهن میشه نقش غلظت. فلزهای قلیایی میشه نوع واکنش دهنده نه سطح تماس. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه دو. این سال 22 دیگه تمام نکات فصل 2 دهم سرانه مصرف حبوبات و سبزیجات انقدر و فلانه و دیگه تمام حفظیات وسط آورده. فصل ترمو و سینتیک هم تو ویدیو بهتون کامل تدریس کردم. اینا برای کسی که کامل خونده حالا میخواد یه مرور بکنه خیلی خوبه. اگه نخونی باید ویدیو رو ببینی. خیلی خوب، اینا دیگه همه چی رو نوشته. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ پلیمرها. یه دقیقه بچه‌ها صبر کنید که بچه‌ها پیام میده، فکر کنم تو کلاس مشکل داره. الان ادامه‌اش رو میدیم. ولش کن. آقا چی گفته؟ گفته کدام گزینه وارد تکراری پلیمر درسته؟ آقا چجوری پلیمر ها؟ تو کسی که با من کلاس بوده که اینا رو دیگه رو هوا باید حل کنه. حالا من اینجا میکشم شکلشون. مثلا اینو میکشم واسه مثال حل میکنم ببینی چجوریه. مثالش کشیدم. حالا دوباره میکشم. خیلی خوب، اگر یک ترکیب مثل این بده بگه مونومرشو بنویس، آقا این زنجیره اصلیمه دیگه، میام یکی در میون برش میدم، یعنی اینو برش میدم، این بعدی رو برش نمیدم، باز اینو برش میدم، باز بعدی رو برش نمیدم، درسته؟ باز میرم اینو برش میدم. حالا میام یکیشو جدا میکنم، مثلا اینو جدا میکنم، یکی از اینا رو اینو میام جدا میکنم، میمیسم اینجا CN یه خط اینجا داره، درسته؟ یه خط اینجا داره، یه خط هم اینجا داره، درسته؟ حالا به اون کربونی که تو زنجیر اصلی بود، یعنی این به اون خطی که تو زنجیر اصلی بود، این خطی تو زنجیر اصلی یه پیوند دوگانه میدم. آقا مونومرشو این وسط کشیده؟ مگه این نشد این؟ درست. اما بعدی رو نگاه کن، بعدی رو وسط بکشم ببینی فرقش چیه. بعدی اینجوریه، حالا اگه من اشتباه نکنم روی این قله نوشه 3.2 سایز. بیام چیکار میکنم؟ میام که در میون برش میدم. اگر اشتباه نکنم آقا مثلا اینو برش میدم، بعدی رو برش نمیدم، باز اینو برش میدم، میام اینو جدا میکنم میذارم اینجا، میبینی بیرون میکشم. آقا این چه جوری میشه؟ مگر اینجوری نبود؟ CO سایسته به این خطه که تو زنجیر اصلی، یعنی به این پیوند دوگانه میدم. آیا این شبیه اینه؟ نه، غلط. گزینه 3 و 4 رو جلوتر بررسی میکنیم. آقا مثلا گزینه 3 رو نگاه کن، اگر بیای برش بدی از اینجا هم بیای برش بدی، درسته؟ الان بین دوتا N هاشا چند تا کربن داری؟ یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. اینجا مثلا چهار تا کربن کشیده. غلط. گزینه سم جلوتر بهش میرسیم. این از این. بریم سوال بعدی. آقا این شکل. وقتی این شکل رو بهتون میدن، بریم رو خود جزوه. وقتی شکل اینجوری بهت میدن، ببین تو ساختارش ببین چی داره. سی او هاش، یک پلیمر که توش سی او هاش داره. وقتی توش فقط سی او هاش داره، باید بیا چیکار کنیم؟ بهش میگن پلی استر. پس فقط سی او هاش داشته باشه بهش میگن چی؟ پلی استر، که اینا ماندگار هم نیستن. خب اگر بخوام مونومرشو بنویسم، میام برش میدم. از کجا؟ از محل پیوند سی او با او، از اینجا برش میدم به اون جایی که او وجود داره، یعنی به اینا هاش اضافه میکنم.
به اینا اوهاش اضافه میکنم، به سی او اوهاش اضافه میکنم. حالا چه شکلی واسه من به دست میاد؟ اگر شکلشو بخوام ببینم، ببین سی او بود بهش اوهاش اضافه کردم، شد سی او اوهاش. اینجا هم خود سه هاش دو، اینجا هم سی او با اوهاش که بهش اضافه کردم، این میشه دی اسیدم. فرمولش چیه؟ سی سه هاش چار او چار. چند جفت ناپیوندی داره؟ او همیشه دو جفت دارن. چند تا او داره؟ چهار تا، میشه هشت جفت. اما الکل هم چی؟ ببین مگر اینجا او نبود بهش هاش اضافه کردم، شد او هاش. این قسمت هم که کشیدم، یا این قسمت هم که دقیقا تکرار کردم اینجا، این قسمت هم او بود بهش هاش اضافه کردم، شد او هاش. درسته؟ این از این. فرمولش چیه؟ این دی الکله، چون دوتا عامل الکلی داره، میشه سینو هاش دوازده او دو. خب چند جفت ناپیوندی داره؟ کربن و هیدروژن که اصلا ندارن، اکسیژن دو جفت داره. خب دو تا داره، دو جفت میشه چقدر؟ چهار جفت. گفته از پلیمر ماندگار است. آقا استرا پلیمر ماندگار نیستن. فرمول مولکولی الکل C9H12O2، درسته؟ فرمول مولکولی اسید دوعاملش چیه؟ گفته C3H4O2، C3H4O4، غلط. گفته تعداد ناپیوندی با هم دیگه برابرن. آقا این 8 جفته، این 4 جفته، با هم دیگه برابر نیستن. این سوال 24. سوال 25 گوش کن، چی گفته؟ آناناس چیه فرمولش؟ جلسه قبلی با هم دیگه خوندیم اتیل اتانوات. گفتن آلکیل یا اتیل از الکل میاد. خب اتیل دو کربن داره، اتانول هم دو تا کربن داره. آلکانوات یا بوتانوات از اسید میاد. بوتانوات 4 تا کربن داره، پس اسید هم 4 تا کربن داره، میشه بوتانویک اسید. فرمولاشون هم نوشتم. از کجا نوشتم؟ جلسه قبلی همایش گفتم، اگر بلد نیستی دیروز ترکیبات عالی هم درس دادم. این از این. حالا با هم دیگه واکنش بدن. اگر یک اتانول و اسید با هم دیگه واکنش بدن، اتانول به اضافه چی بود؟ بوتانویک اسید. چی میاد؟ اتیل بوتانوات به علاوه هاش دو. حالا چی گفته؟ گفته اگر 690 میلی لیتر، باید به میلی لیتر تبدیل کنیم، تقسیم بر هزار کنیم، میشه 690 هزارم لیتر. با چگالی اینقدر، از اول چگالی میکنم، 8 دهم گرم بر لیتر. واکنش بده چند گرم آناناس تولید میکنن؟ آقا اینجا گرم میفته پایین، اینجا هم گرم میفته پایین. جرمولی این چقدره؟ 116 تا. از کجا حساب کنم؟ با استفاده از اینا میرم حساب میکنم. جرمولی هم 46، باز درصدی هم داده 70%. گرم هم چقدر میشه؟ میشه 974 ممیز 4. این سال 25. سال 26 هم خیلی گوش کن، گفته پاسخ درست رو بنویسین. واکنش اتانویک اسید. آقا اتانویک اسید به اضافه با الکل سازنده استر مقابل، تو اگر یک استر داشته باشی بیای برشش بدی، باید بیای برش بدی. از کجا؟ از محل پیوند سی او با او. بذار رو شکل خودش بریم بهتره. آقا مگه نگفته اتانویک اسید؟ بذار من قلمم کوچیک کنم. آقا اتانویک اسید دیگه، اتانویک اسید با الکل استر مقابلی استر بد داده. زمانی که بخوای ببینی الکلش چیه، باید بیای برش بدی. از کجا؟ از محل پیوند سی او با او، و به این اوت باید هاش اضافه کنی. خب یک الکلی که دو کربن داره اسمش چیه؟ خب بر وزن آلکانول بود دیگه، میشه چی؟ اتانول. اتانول به اضافه اتانویک اسید به چی میداد؟ من گفتم اسید به اضافه الکل میده استر به اضافه آب. گفتم این میره آلکیلو میسازه، اتانول دو تا کربن داره، پس آلکیل هم دو تا کربن داره، میشه اتیل. آلکانوات از اسید میاد، اسید هم دو تا کربن داره، پس آلکانوات هم دو تا کربن داره، میشه اتانوات. یا میتونم بگم اتیل استات. این اسید. گفته جرم مولی نوع پلی اتن برابر 5600. تعداد واحد تکرار شونده چقدره؟ آقا فرمولش اینه، پلیمر میشه تعداد واحد تکرار شونده ضرب در مونومر. آقا جرم پلیمر چقدره؟ قول 5600.
جرم مونومره چقدره؟ مونومره مگه اتن نیست؟ بیام اتن رو میکشم اینجا. اتن مگه این شکلی نیست؟ میشه سی دو هاشار دیگه. سی دو هاشار جرم مولیش چقدره؟ 28. پس اینجا چند میذارم؟ اینجا چقدر میذارم؟ 28. پس این همیشه چقدر؟ میشه 5600 تقسیم بر 28 میشه 200. پس اولی شد اتیل اسیتات، دوم میشه 200. گفته درصد جرمی کربن در دی اسید مقابل چقدره؟ آقا مگر این یک پلی‌استر نیست؟ گفتم اگر بخوای دی اسید و دی الکلش رو بنویسی باید از اینجا برش بدی، به این اوها هاش اضافه کنی، به این سی اوها چی اضافه کنی؟ اوهاش اضافه کنی. من اوهاش اضافه کردم. حالا اسیدم چی میشه؟ اسیدم میشه این قسمت. اگر به سی او اگر به سی او اوهاش اضافه کنم میشه سی اوهاش. این قسمت که تکرار میشه حلقه بنزن، این قسمت هم سی او با اوهاش میشه سی اوهاش. یک اسید داملی که بینش بنزن داره این شکل چی بود؟ ترفتالیک اسید، درسته؟ پس اسیدش اینه. گفته درصد جرمی کربن تو این چقدره؟ آقا من اینو کشیدم، فرموله ترفتالیک اسید چیه؟ C8H6O4. درصد کربن میشه جرم کربن به جرم کل. آقا چند تا کربن داری؟ 8 تا. جرم کربن چقدره؟ 12. میشه 8 ضرب 12. جرم کل هم 166 میشه 58%. پس میشه اتیل اسیتات 258%. میشه گزینه چند؟ گزینه 1. این از این. احتمالی که از این سوال بیاد خیلی زیاده. 25 و 26 خیلی سوالاش خوبه. این شکل رو بهمون داده. بریم رو خود جزوه. دوباره شکل رو بریم با هم دیگه نگاه کنیم اینو. خیلی خوب گوش کن، این یک دونه استره، اگه بخوام برشش بدم باید از اینجا برش بدم، درسته؟ حالا میام سیرش میکنم. این یک دونه کربونه، این سه هاش دو، این سه هاش سه، این سه هاش سه، این هم سه هاش دو. خیلی خوب، باید به این اسیده اوهاش اضافه کنم، به این اوه هاش اضافه کنم میشه اوهاش. حالا سیرش کنم، سه هاش دو، سه هاش دو، سه هاش دو، سایسته. این چند تا هیدروژن داره؟ الکلم. الکلم این قسمت الکلیه. این 10 تا هیدروژن داره. این اسیدم که میشه از اینجا تا اینجا کلا چند تا هیدروژن داره؟ 8 تا هیدروژن داره. درسته؟ گفته نسبت شماره هیدروژن‌های الکل به اتم‌های اسید میشه 8 دهم. میشه 10 هشتم. غلط. گفته که الکل سازنده این. آقا الکل سازنده‌اش چیه این؟ یک الکلیه که چند تا کربن داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. الکل چهار کربن میشه بوتانول. آقا فقط سه الکل اول یعنی متانول، اتانول و پروپانول بر نسبت تو آب حل میشه، پس این غلط. گفته اسید سازنده آن ایزومر اتیل اتانواته. آقا اسیدم چیه؟ اسیدم چند کربن داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. یک اسید چهار کربن است. من گفتم اسیدها و استرها با هم دیگه ایزومرن، به شرطی که کربنشون برابر باشه. ببینم استرم هم 4 تا کربن داره یا نه. خب اتیل 2 تا کربن، اتانوات هم 2 تا کربن، کلا میشه 4 تا کربن. پس استرم هم 4 تا کربن. آره با هم دیگه برابرن. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 3. حالا فعلا به اینکه کاری ندارم. رسیدیم به چی؟ گفته از واکنش اسید آن با این میتوان پلی آمید تهیه کرد. زمانی که میخوای پلی آمید تهیه کنی باید یک آمین دوعاملی مثل این داشته باشی و یک دونه اسید دوعاملی داشته باشی. این اسید هم فقط یک دونه عامل اسیدی داره، نه دو تا عامل. پس این غلط. 11 هم کلا تموم شد. میریم سراغ 12. کلا چند سوال مونده؟ 7 8 تا سوال مونده. یک استراحت دوباره 5 دقیقه بکنیم. بریم سراغ بقیه‌اش. بهش که شما چاکرم حسانی. آره میگه پول مهم نیست، بعد پخش کنیم که نه شهرونده خرج خودم از کجا بیارم.
آقا این پاکننده غیر صابونی، یه پاکننده غیر صابونی چند جزء داره؟ یه قسمت آر داره، قسمت آلکیلشه، بچه دیگه چت نکنی. یه قسمت بنزن داره، درسته؟ و یه قسمت چی داره؟ SO3 منفی، درسته؟ و NO مثبت. آقا قسمت آلکیلش فرمولش چیه؟ CN H2 به اضافه 1. قسمت بنزن چون دو تا پیوند داده دیگه C6H6 نیست، میشه C6H4. درسته؟ اسمش چیه؟ اگر آر 12 تا کربن داشته باشه میشه C12 H 25. اینجا می که بنزن دارم فرمولش چیه؟ C6H4 SO3 منفی و NO مثبت. اسمش چیه؟ اگر 12 تا کربن داشته باشه بهش میگن دودسیل بنزن سولفانات سدیم. از این قسمت تا این قسمت میشه قسمت ناقطبیش، این قسمت میشه قسمت چی؟ قطبیش. قسمت قطبی آبدوز و چربی گریزه. گفته این ساختار مربوط به پاکننده غیر صابونیه که فرمولش چیه؟ آقا آرش چند کربن داره؟ کلا 12 تا. اگر اینو پس مثل همین اگه جمع کنم 12 تا کربن با 6 میشه چقدر؟ 18 میشه 6 18. H 25 با این 4 میشه H 29. SO3 منفی NO مثبت. گفته C18H25 غلطه. گفته در این مولکول سه اتم کربن میتوان یافت که به هیچ هیدروژنی متصل نیستن. جلسه قبلی هم گفتم زمانی کربن ها به هیچ هیدروژنی متصل نیستن که 4 پیوند داشته باشن. آقا یکی این کربن 4 تا پیوند داره، یکی این کربن، پس دو تا هیدروژن هستن، فقط دو تا کربن هستن که به هیچ هیدروژن متصل نیستن، 4 تا پیوند خودشون دارن. پس این جمله چیه؟ غلط. گفته درصد جرمیه اکسیژن در این پاکننده 1.5 برابر درصد جرمی گوگرده. آقا فرمولش مگه این نمیشه؟ آقا درصد جرمی گوگرد چی میشه؟ آقا درصد جرمی چی به چی؟ اکسیژن به گوگرد. آقا درصد جرمی اکسیژن به درصد جرمی چی رو ازت خواسته؟ درصد جرمی گوگرد. آقا میشه جرم ماده مورد نظر به جرم کل. آقا چند تا اکسیژن داری کلن؟ کلن 100 اکسیژن داری. درصد جرمی میشه جرم ماده مورد نظر به جرم کل. درصد جرمی گوگرد میشه جرم ماده مورد نظر، یعنی گوگرد که اس به داده 32 به جرم چند؟ کل. آقا این کل با این کل میریم میشه 1.5. درست. پس درصد جرمی میشه 1.5 برابر. پس این جمله کاملا درسته. گفته این ترکیب در حضور یونهای منیزیم رسوب تشکیل میده. نه خیر. منیزیم و کلسیم با صابون رسوب میدن. اگر با صابون باشن رسوب میدن با صابون، اما اگر با پاکننده غیر صابونی باشن دیگه رسوب نمیدن. جواب میشه گزینه چند؟ جواب میشه گزینه گفته چند باره درسته نه درسته؟ درسته. جواب میشه گزینه 2. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. سوال 28 که حل کردیم، بریم سراغ سوال 29 دیگه. اینجا واسه صابون غیر صابونی همیشه شو واسه نوشته فرمولش اینه، قطبیه فلانه، کدوم قسمت قطبی کدوم مثلا ناقطبی، صابونی رو کشیده غیر صابونی هم کشیده، مقایسه هم با هم دیگه کرده. بریم سراغ سوال بعدی. آقا نگاه کن، این شکل یک استر چیه؟ بلند زنجیره. این چیه؟ یک اسید چرب داره، از آخرش هم چی نوشته؟ NA. این یه صابونه و چون NA میشه صابونه جامد، درسته؟ آقا استرهای بلند زنجیر، استرهای بلند زنجیر شکلشون اینجوریه. استرهای بلند زنجیر ناقطبی هن و نیرو جاذبهشون چیه؟ واندروالز، درسته؟ این هم یک صابونه. این قسمت صابون قسمت ناقطبیشه یا چربی دوست و آبگریزشه، اما این قسمت صابون قسمت قطبی آبدوست و چربی گریزه.
گفته نیروی قالب در شکل الف هیدروژنی. آقا شکل الف گفتم چیه؟ واندروالسه، چون ناقطبیه. گفته اگر به ترکیب ب اناسه پوشار اضافه کنم، به محل ترکیب حاوی ب یعنی صابون اناسه پوشار اضافه بکنم، باعث کاهش و تشکیل رسوب میشه. ببین اگر یک صابون داشته باشی بندازی تو آب سخت، با ام جی دوباره مثبت یا کلسیم دوباره مثبتش واکنش میده و رسوب تولید میکنه. اما اگر یک ماده مثل NaCPO4 اضافه کنی به آب سخت، این NaCPO4 به جای اینکه صابون با ام جی دوباره مثبت واکنش بده رسوب تولید کنه، NaCPO4 با ام جی دوباره مثبت واکنش میده. مقدار ام جی دوباره مثبت تو آب کم میشه، پس کمتر هم رسوب میده. این جمله کاملا درسته. بعد چی گفته؟ گفته رنگ کاغذ پهاش. آقا صابون بازیه، پس رنگش میشه آبی. اما ترکیب بالایی که استر بلند زنجیره خونسو، اصلا رنگ تغییر رنگ نمیده، غلط. گفته قسمت مشخص شده در ترکیب ب، آقا قسمت قطبیه. وقتی یک صابون میندازی داخل آب، این قسمت ناقطبیش میره با چربی جاذبه واندروالس میده، سبب کنده شدن چربی از روی لباس میشه. این قسمت قطبیش با آب جاذبه یون قطبی میده، درسته؟ پس قسمت بش با آب واکنش میده نه چربی. پس این جمله چیه؟ غلط. اینجا چی گفته؟ گوش کن. سوال سی. آقا سوال دیدی قطع نشد؟ گفته اگر درصد اینوش برابر 2% باشد. خب آقا درصد اینوش برابر 2% دیگه، پس در جنوش چقدر میشه؟ باید اون تقسیم بر صد کنیم، میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 2. و غلظت یون هیدرونیم یعنی حاشیه مثبت انقدر باشه؟ گفته غلظت اسید چقدره؟ آقا حاشیه مثبت میشه ام ان آلفا. حاشیه مثبت ببین چقدر داده؟ 10 به توان منفی. دیدی برقت نشود آقا سالی؟ آقا سالی دیدی ام انش برابر چند تا هاش داره؟ یک دونه. ضرب در آ، آمون هم چقدره؟ حساب کردیم 2 ضرب در 10 به توان منفی 2، آمون میشه چقدر؟ میشه 500. این از این. حالا گفته 10 میلی لیتر از این محلول چند میلی لیتر محلول 25% خودش رو میتوان تهیه کرد. یعنی با 10 میلی لیتر از خودش چند میلی لیتر محلول 25000 خودش رو میتوان تهیه کرد. آقا زمانی که از یک ماده میخوام دوباره خودش رو تهیه کنم، از این رابطه میرم M1 ضرب در V1 مساوی M2 ضرب در V2. M میشه مولار، V میشه حجم. آقا حجم اولی چقدره؟ 10 میلی لیتر میذارم 10. مولار اولی چقدر به دست آوردی؟ مولار اولی ببخشید این M 500. آقا حجم دومی رو چقدر داده؟ چند میلی لیتر ازت خواسته، یعنی ویدو رو ازت خواسته، ضرب در مولار دومی 25000. این رابطه رقیق کردنه. چه زمانی از این استفاده میکنی؟ زمانی که بخوای رقیق کنی یا از یک محلول دوباره خودش رو تهیه کنی. آقا ویدو میشه چقدر؟ میشه 20. پس میشه 520. این از این. این از اسید و بازمون. گفته با توجه به شکلهای زیر که به طور خود به خودی در جهت رفع پیش میروند، کدام ترکیب درسته؟ آقا ببین وقتی میخوایم مقایسه کنم، الان SN 4 بار مثبت شده SN 2 بار مثبت. آقا الکترون گرفته، الکترون داده، ببین منفی تر شده، 4 بار مثبت شده 2 بار مثبت، پس الکترون گرفته، پس هاش SN از هاش الکترون گرفته، پس یعنی SN از هاش پایین تر بوده. SN 4 بار مثبت پایین تر بوده. اینجا آقا اینجا هاش مثبت شده هاش 2، یعنی بارش کم شده، از مثبت 1 شده 0، پس الکترون گرفته از کی؟ از SN دوباره مثبت. آقا پس هاش مثبت از SN دوباره مثبت الکترون گرفته، پس هاش مثبت از SN دوباره مثبت چی بوده؟ پایین تر بوده. تو پایینی FE 3 بار مثبت شده FE دوباره مثبت.
آقا اف ای است بار مثبت، بارش منفی شده، از 3 شده 2، یعنی بارش کم شده، پس یعنی الکترون گرفته. پس اف ای است بار مثبت از اس ان 4 بار مثبت الکترون گرفته. اف ای است بار مثبت اس ان 4 بار مثبت. اگه بخوام با هم دیگه مقایسه کنم، حالا اینا رو من بشینم سر نتیجه گیری کردم، کدوم اصلا بالاتره؟ اصلا بالاتر اس ان 2 بار مثبت. بعد اس ان 2 بار مثبت کیه؟ هاشم مثبت. بعد هاشم مثبت کیه؟ اس ان 4 بار مثبته. بعد اس ان 4 بار مثبت کیه؟ اف ای 3 بار مثبت. ترتیبش میشه اینجوری. اکسندگی یعنی چی؟ یعنی کدوم اصلا پایین‌تره؟ کاهندگی یعنی کدوم اصلا بالاتره؟ خب کدوم اصلا پایین‌تره؟ اف ای 3 بار مثبت. بعدش اس ان 4 بار مثبت. بعد هاشم مثبت جوابش گزینه چند؟ گزینه 4. سوال 31. سوال 32. آقا برکاف من دارم. برکاف سدیم کلرید مذاب. آقا برکافت چجوریه؟ بریم سراغ آزمونمون. این تمام نکات اسید باز هفترش رو بسید نوشته اینجا تو جزوه. نمودارهاش همه چه بسید نوشته. آقا چی گفته؟ گفته فلز سدیم در طبیعت حالات حاضر یافت نمیشه و ترکیباش وجود داره. فلز سدیم رو از برخورد سدیم کلرید مذاب اگه بگه محلول قراره، چون آب حضور نداره، در یک سلول الکترولیزی تمام دست آورد. گفته سدیم کلرید در 801 درجه ذوب میشه. اگر کلسیم کلرید بهش اضافه بکنیم دمای ذوبش تا 587 درجه میاد پایین، بهش میگن کمک ذوب. از سلول دانز استفاده میشه، برخورد سدیم کلرید مذاب انجام میشه. تو واکنش اکسایش تو آنود دو تا Cl منفی میشه، دو تا الکترون به اضافه Cl2. تو نیم واکنش کاهش دو تا Na مثبت میشه، دو تا الکترون به اضافه دو تا Na. درسته؟ حالا اینجا چی گفته سوال؟ گفته که نیم واکنش انجام شده در کاتود اینه. آقا تو کاتود چه واکنشی انجام رخ میداد؟ تو کاتود این بود دیگه. ببین اینجا Na مثبت مایع است، یعنی مذابه. اگر آکیو باشه غلطه. آکیو یعنی محلول در آب، اصلا اینجا آب حضور نداره. پس این جمله کاملا چیه؟ غلطه. گفته محلول. گفته یونهای کلورید مگه سیل منفی نیست؟ آقا مگه کات آنیون نیست؟ آنیون میره سمت چی؟ سمت آنود. گفته به سمت آنود میرود. قطب منفی. آنود تو سلول الکترولیتی قطب چیه؟ مثبت. همش قبلی گفتم. پس اینم غلط. گویا در این سلول به جای سدیم کلرید مذاب میتوان از محلول از آب نباید حضور داشته باشه. جواب میشه گزینه چند؟ 4. گاز کلور تو فلز منیزیم هم به دست میاد. سوال 33. سوال 33 رو اگه بخوایم نگاه کنیم، این عدداشو یکی سیوش 34 صدومه، جیوش 8 دهمه، یک کادمیوم دارم، یک کوبالت. عدداشو بذار بنویسم از روشی. عدداشو لازم نیست حفظ باشه، تو کنکور بهتون میده عدداشو. تو همایش هم تایپ نشده بود دیگه، مجبور شدم خودم تایپ کنم، خودم بنویسم. خیلی خوب. کوبالت منفی 14، کادمیوم منفی 26. آقا وقتی سوال اینجوری بهت میدن میگه واکنش پذیر هست یا نه، از منفی ترین به مثبت ترین بشین. این اصلا منفی تره، کوبالت رو میذارم بالا، بعد این منفیه میشه کادمیوم، بعد سیوه، بعد جیوه. از منفی به مثبت اومدم چیندم. خب زمانی بگی واکنش خود به خودی است یا انجام پذیر است، فراوردار رو خط بزن. اونی که مثبت تره باید در جدول پایین تر باشه. الان بین این دوتا کدوم مثبت تره؟ سیو دوباره مثبت، این دوباره مثبت، اون صفره. پس سیو دوباره مثبت که مثبت تره باید از اونی که دیگه پایین تر باشه. آیا سیو از جیوه پایین تر هست؟ خیر، واکنش انجام نمیشه. این جیوه دوباره مثبت مثبت تره باید از کادمیوم پایین تر باشه. آیا جیوه از کادمیوم پایین تر است؟ بله انجام میشه. آیا جیوه از کوبالت پایین‌تر است؟ بله انجام میشه.
آیا سی او از کوبالت پایین‌تر است؟ بله انجام شد. چند مورد انجام میشه؟ 3 مورد. بریم سراغ سوال 34. ببین این نقشه الکتروستاتیکیه، این مال یک مولکول چیه؟ خطیه. خب مولکول خطی دو تا داریم خیلی مهمه، یکی COS یکی CO2. آقا کدوم میتونه باشه؟ ببین کدوم میتونه باشه؟ ببین این دو اتمش، خب اتم مرکزیش که سیه مشخص، آیا این میتونه اکسیژن باشه؟ این میتونه گوگرد باشه؟ نه، چون شعاعشون یکسان نیست. دایره ها رو نگاه کن، هم اندازن. پس این حتما او بوده، این هم حتما او بوده. گفتم مربوط به COS یعنی کربونیل سولفید غلطه. این قسمت های قرمز یعنی منفی و قرمز نشون میدن، قسمت های مثبت و آبی نشون میدن. گفته اتم کناری با رنگ آبی غلط. گفته این مولکول برخلاف کلروفرم که قطبیه، این در میدان جهتگیری نمیکنه. جهتگیری نمیکنه یعنی ناقطبی. آیا این مولکول ناقطبیه؟ بله سود ناقطبیه، درسته. گفته معروف به سود؟ نه. ببین سوال 35 اول این سراغ چی؟ سراغ سوال 34 کامل اینجا توضیح بدم. ببین وقتی شکل اینجوری میده برای بعد مولکولت خطی باشه، دو اتم کناری درسته، شعاعشون باید یکسان باشه، الکترونگاتیویش هم باید بیشتر باشه، پس میشه مولکول CO2. سال 35 رو الان حل نمی کنم، براتون یک ویدیو میذارم اول عصر اون رو نگاه کنیم بعد اینو حل کنیم، چون نکاتش خیلی پیچیده است. اوکی من ویدیو رو واسهتون میذارم اون رو نگاه کنیم بعد سال 35 رو حل کنیم، واسهتون حلش میکنم کامل. پس چیکار کردیم تا الان؟ گوش کن، 3 تا آزمون حل کردیم کامل تحلیل شده، 2 آزمون میفرستم خودت حل میکنی، بیشتر مباحث تدریس شده، استو، تعادل، سینتیک، الکتروشیمی، اسید باز غیره. بعد دیگه نکته تست داریم، نکته تست دیروز شروع کردم دیگه، عالی رو گذاشتم، امروز عالی تموم میشه، میریم سراغ بقیه. این از این. و تحلیل کنکور داریم، تا جایی که برسم کنکور رو هم تحلیل میکنم، تا هر جایی که برسم. این از این. آبکاری بخونی بهتره. نه جعفرزاده. مصطفی مدویان فر، جدول ما برعکسه، اونجا از مثبت به منفی میشیم، ما از منفی به مثبت میشینیم. اگه ویدیوهای من رو نگاه کردی متوجه میشی. قانون انشن بخونی حذف میگن حذف شده، اما بخونی بهتره. آقا بخون، آبکاری هم بخون. واسه دو صدا قطع شد. نه صدا که وصله. محمدی چرا میگی قطعه؟ مال جعفرزاده اصلا باز 15 جلسه طول میکشه. من نکات مهمشو فقط درس دادم خانم جعفرزاده. اگه میخوای همه رو یاد بگیری برو کلاس سالین ثبت نام کن. اونجا در خدمتیم، همه چیو کامل اونجا گفتم، میتونی راحت اوکی بزنی. آبکاری خیلی راحته. تو دو تا آزمون بعدی کامل واسهتون میگم. احتمالاً ویدیوش هم واسهتون بذارم. یه ویدیو از آبکاری و برق کافتا بذارم واسهتون. پلیمر رو تدریس کردین آقا جان؟ علی نیا یه بار دیگه پرسیدی، من بهت گفتم شب چشم ادامه شیمیایی بهتون درس میدم عزیزی قربونت. آره تمام، 3 تا آزمون حل کردیم، همین 3 تا آزمون دیگه بس. کلا می‌خواستیم 3 تا آزمون حل کنیم. 2 تا آزمون هم میفرستم تو خونه تحلیل کنیم، با پاسخم واسهتون میفرستم. برم شیمیایی رو ضبط کنم، ادامه شیمیایی واسهتون بذارم. شیمیایی کلا 3 ساعته، همین 3 ساعت رو ببینی دیگه شیمیایی اوکی میشی دیگه، همه چی رو گفتم اونجا. خواهش میکنم چاکرم. علی اکبری نه دیگه، کلاس تمومه. آره 3 تا آزمون حل کردیم، همین 3 تا نکته و تست اسید باز کی آپلود میکنین؟ گذاشتم تو گروه دیروز دیگه، ویدیو همونه، همون رو نگاه کن. خواهش میکنم قربونت. شیمیایی هر سپایی است؟ آره. دیروز بیشتر 11امشو گفتم، امروز 11امو کامل میکنم، 12امو هم میگم. کلا یک ساعت دیگه بذارم کلا شیمیایی هم تمام میشه، کلا 20% کنکور. قاضی چشم، شما هم سلامت باشین، ان شاءالله کنکور خوبی بدین دیگه، ببینم چیکار میکنین دیگه.